Ben geçti eve kes hesabını Hadi hadi açıyorum. hadi hadi. Geçti. Okey. Az önce ki öz sorularda forsiyle şöyle ki nazaret recebe. Yeni Ali Mahzun az eskiptik forsiyle ki nazaret recebe bu nazaren. Men o ay fakrolar da burada atış sanan oran çiğ. Az unca ve nazaren şurup. Azad nokeye ya gideri bu. عزیزی نوید جان، فرید جان، شیخ علی، خوشحالم در جمعتون هستم. جای آرمین عزیزم خالیه. من با اجازهتون تا یک ساعت دیگه میتونم صحبت کنم، بعدش باید آماده بشم برم سر کار. هستم در کنارتون و نمیتونم صحبت کنم تو این یک ساعت. اگه فرصتی بود که چند دقیقه در خدمتون هستم، اگه فرصت هم نبود شنونده هم در جمعتون عزیزید. ما مخلصیم نمی جان آماده است، اگر که هر جا بلیت شد اگر دیده شد هم بگید که من دوباره پیدا کنم. اوکی. از این کار رو نمی کنم، برعکسش رو می کنم. ولی من جناب اسکیپی، بله، حالا من دوستان، حالا صحبت این مناظره پریشبمون هستش، من عمدتا بین فعالیت‌ها یه مقدار فاصله بیشتری میندازم که اون قبلیه مثلا بیشتر مخاطب بتونه رجوع کنه. اگر مناظره رو نبودید، سیو شده در پروفایل بنده هستش، از اول برید بشنوید. خیلی پرچالش بود، حالا من تعریف نمیخوام بکنم و ممنونم شما هم بودید این رو شنیدید. نظرتون رو میشه جناب اسکیپتیک بدونم در مورد مناظره به عنوان فردی؟ بله حتما حتما حتما. ببینید این سوال مناظره شما چه بود دقیقاً؟ اینکه آیا آتش زدن قرآن و اسلام زدایی مثلا موجه است یا نه؟ خب کدوم احمقی میگه بله موجه است؟ آیا احمقی در این اتاق چند نفریم الان اینجا؟ دو چند هر چقدر هست که بگه بله موجه است؟ سوزاندن آتش چی میگه؟ سوزاندن قرآن موجه است؟ کدوم احمقی غیر از آقای آرمین نوابی میگه این کار موجه است؟ یه دقیقه اینجا نگرش، خواستش هم میتونی بکنی فری؟ وسطاش صحبت بکن. بله 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 بله. آره. مثلا این که میگه کدوم احمقی میگه، که حالا خب خیلی اولا میگن رو، من با احمق بودنشون کاری ندارم، ولی احمقای زیادی میگن. موضوع ما این نیستش که دوستان آتیش زدن قرآن موجه هست یا نه، اینم موضوع ما میاد، ولی الان موضوع ما این نیست. موضوع ما اینه که مغلطه اسکپتیک که داره اسم منفرسی میکنه، یعنی استدلال کسانی که قرآن آتش میزنن رو عوض میکنه و به اون استدلال عوض شده حمله خواهد کرد. و خواستم به این نکته اشاره بکنم. آرمین نوابی آتش میزنه، آتش نمیزنه، موجه است، موجه نیست، میتونیم راجع بهش صحبت کنیم، ولی اصل داستان اونه. حالا برو فکر. اوکی. احمق اینجا هست که بگه موجه هست؟ بیاد بالا ما باش صحبت کن. برای عزیزم علی جان قربونت برم، مثل اون که هیچ احمقی نباید بگه جمهوریت و اسلامیت با هم متجانسن، هیچ احمقی هم نباید بگه که سوزاندن کتاب قرآن موجه است. اصلا کسی که وارد این مناظره میشه احمقه، آقای فخرآور احمقه. ولی از این سبب من بهشون کردیت میدم که ایشون شجاعت دارن، ایشون یک حرکت انقلابی میخوان انجام بدن، ایشون میگه میخوام من سمبولی رو به عنوان سمبول مثلا حرکت سمبولیک بکنم، این از این بابت اوکیه و این منو خیلی امیدوار میکنه که من از چی میترسم. این میخواد بره با لشگرش کتاب قرآن وسط میدون آتیش بزنن، اما من میترسم، من اگه فوش دادم به خاطر زهرا که بیان منو بکشن. خب خیلی خوبه واسه من، از بابت من که من میگم من نباید کشته بشم چون جرم اون خیلی سنگینه. ببین نکته اینه که به این نکته اشاره میکنه که بله بعضی هستن به صورت سمبولیک میرن این آتیش میزنن. خوبه برای چی؟ خوبه نه برای اینکه سمبولیک آتیش میزنن. دوستان حواستون باشه، این استدلال اون دوستان شبیه اینه ولی اون نیستش. برای چی خوبه؟ برای این خوبه که دیگه منو نمیان بکشن. اینم یه مغلطه است. نه خیر، شما میتونی با سب و نبی کشته بشی در اسلام، میتونی با ارتداد کشته بشی، میتونی با توهین چیز کشته بشی، با توهین به قرآن کشته بشی.
این که چون کسی که توهین کرده به قرآن جرمش سنگین تره، پس کسی که سب النبی کرده کشته نخواهد شد، این هم مغلط است. اوکی پخش کنم بچه ها وسوق شما ها. خب من که دیگه جانم من این مصاحبه رو کامل ندیدم. اول اون نیست تسلاه. این منظورش فقط آتش زدن قرآنه یا نه هنوز به اونجا نرسیدیم، ولی نوید در مورد حرف آخرت صحیحه که اگر مثلا کسی قرآن آتیش بزنه از نظر مسلمون باید کشته بشه و کسی هم که سبو نبی میکنه باید از نظر مسلمون کشته بشه، اما شدت و حدت و منظورش بود. حالا من اینجا وکیل اسکپتیک نیستم، اما از اونجایی که شما روم زدید که گزاره ها رو و گفته ها و صحبت ها رو مورد نقد و بررسی قرار بدید، من صحبت رو نقد و بررسی قرار میدم. بله این که دیگه منو نباید بکشید اشتباه گفتنش، اما شما لایه دوم صحبت رو نمیبینید. لایه دوم صحبت اینه که وقتی با خنده و مزاح داره میگتش، یعنی این که مثلا اگه من به یکی فوش بابا دادم با فوش ننه دادم، طرف رو ننش حساس تره، او کسی که مثلا یکی میاد به تو فوش ننه میده، تو ننت حساس تری، اونو میزنی میکشی، به نسبت اونی که فوش بابا داده دیگه اونو کاریش نداری. منظور کرام مثلا ارزش قرآن و ایناست توی در نظر مسلمین، چون قرآن کلام خداست، محمد رسول بله خدا. بله دیگه من مثبت وایس این تصور که این برای من مثبت، من دیگه نباید بترسم، این تصور غلطه دیگه. درسته، ولی اگه بری با خودش این صحبت کنی به نظر چی میگه؟ الان اگه شما بری با خودش صحبت کنی بگی که من چه میدونم، با اسکپتیک تو صحبت بکنی هر چی میگه، اسکپتیک میگه منظورم این بود نه اون نبود، اون که دیگه مهم نیست چه برام. من گزارشو دارم بررسی کنم. اوکی ادامه بدید. بعدی هستم چی؟ من فقط نمک ولش رفتم. از این بابت خوبه که جرأت و جسارت به وجود میاره، میگه آقا میشه هر چیزی رو نقد کرد، ولی عزیزم نقد کن، آتیش چرا میزنی این کار رو، چرا باید یک کتاب تاریخی رو آتیش بزنید احمق؟ شما همین ایراد رو از عربا میگیرید، میگه اومدن ایران کتابای ما رو آتیش زدن. شما برای چی کتاب قرآن رو میخوای آتیش بزنی؟ بی شعور. کتاب قرآن باید همیشه در تاریخ حفظ بشه، در موزه درس نگارش. ببین استدلال کسایی که دارن قرآن آتیش میزنن این نیستش که ما میخواییم مثل اون موقع که عربا حمله کردن به ایران همه یه کتاب ها رو آتیش زدن، ما این کتاب ها از بین ببریم، میخواییم نمیرم نابودش بکنیم. کسی که با این استدلال قرآن آتیش نمیزنه، یا کسانی که حداقل آتیش میزنن و من دیدم، ممکنه کسی هم این کارو بکنه، من نمیدونم. ولی کسانی شاید هم فخرآور واقعا بخواد این کارو بکنه، من نمیدونم. خب ولی بیشتر کسانی که دارن قرآن آتیش میزنن با این استدلال آتیش نمیزنن که ما میخوایم این از بین ببریم، مثل کاری که عربا کردن. بعد میگه شما که به اون ایراد میگیرید، چرا خودت این کارو میکنی؟ آقا اون یه ایراد دیگه است، این یه کار دیگه است. البته نوید همونطور که خودت عرض کردی، ببخشید خودت فرمودی، باید رفت پرسید دید که علت آتش زدن قرآن توسط فخرآور چیه. ممکنه فخرآور گفته باشه ما باید این قرآن ها را بسوزانیم و از زندگی ما نابود کنیم و هرچه قرآن کمتری رو کره زمین باشه بهتره. در اون صورت اینجا استدلال اسکپتیک درست در میاد، اما اگه مسئله تقدس صدایی باشه خیر اسکپتیک اشتباه گفته. البته اون منظور رو شما باید نمیدونی، باید بریم بپرسیم ببینیم. مثلا یکی مثل من دلم میخوا قرآن آتیش بزنم، من دلم میخوا قرآن آتیش بزنم، چرا؟ دقیقا همون استدلالی که ابراهیم آورد، گفت من بت‌های، اگه من بت‌های شما رو شکسته بودم، بت‌های شما از خودشون حفاظت می‌کردن. الان منم همینو میگم من میرینم لای قرآن ببینم الله میتونه از منو مثلا بزنه ناک اوت کنه، نابود کنه یا نه. این استدلال من صحیحه شیخ، حالا ادامه بدید. ادامه متوجهش میشی کامل که ادامه بدید. نگهداری بشه، تدریس بشه به عنوان یک واقعیت تاریخی بشر.
به عنوان یک اتفاق بزرگ بشری که اون رو در اون برهه زمان تغییر داد. آیا در طول زمان ابداع اون رو تغییر داد و سبب چیز دیگری شد؟ بله. ابداع رو بکوب، برو نمیدونم اون کسی که ابداع کرده رو بکوب، برو آقای جنتی رو که گفت خداوند فرموده حجاب حکمی الهیست اونو بگیر آتیش بزن. چقدر احمقید؟ چرا نمیفهمید؟ کسی رو که شما باید آتش بزنی آقای جنتیه، نه قرآنی که بر سینه محمد نازل شده. بی شعور. ببخش میرم زیر اون. جمله بالا رو نذاشتی ولی آره آره بعدش ادامه میدم. حالا بقیه هم بشنویم دیگه. آره بذار بشنویم. خواهش میکنم. بله از کنم که نفر بعدی دیگه، حالا من هم صحبت کردم. آقای حسن جان بفرمایید. بله مرسی. صحبت های اسکپتیک اینقدر خوب بود، من گفتم این تایم صحبتمو یه 30 ثانیه صحبت نکنم که فکر کنم بچه ها نگران بودن که شوال میرونه و دقت نکردی. خیلی مهم بود این یک دقیقه دو دقیقه آخرش علی جون، فکر کنم حواست هم نبود داشتی حجم میدادی بهش علی. این ابداعی که اسکپتیک گفت بسیار مهم. شما به نماز تراویح سنی ها که 30 روز وای میستن حمد رو میخونن یه جز قرآن میخونن و میگید ابداع جنگ با خدا و گناه بزرگ، ولی سطح ها ابداع و بدعت بزرگتر در دینتون. خیلی اسکپتیک باور کن مسلمان واقعی، یه نمیخوام پاچه خاری کنم ولی داره درست میگه. بعد آقای فخرآورم بگم. آقای فخرآورم نگم دیگه. نه بگو، من فکرم آقای فخرآور نوبت کلن بگو. آقای فخرآور از دهنش پرید پریروز یه دیشب بود، گفتش که اگر بخوان حکومت بعدی هم قرآن رو قبول داشته باشه، همون حرفی که اسکپتیک به پهلوی میزد، رضا پهلوی، گفت این که دیگه نمیتونه برگرده، 40 سال بیرون از ایران بوده. تلویحا هم گفت ما میمونم تو همونجا آقای فخرآور و مبارزه میکنم، مبارزه هم ادامه میدم. ایشون دیده با وجود اسماعیلیون و شاهزاده اقبالی نداره، گفت خب میمونم اپوزیسیون حکومت بعدی میشم، با این قرآن سوزوندنش هم یه کریتی از حکومت اونجا میگیره، یه محافظتی میگیره و یه فکر اینجوری کرد. یعنی فکر اومدن به ایران و پست و مقام از سرش بیرون کرد، چون هیچ سیاستمداری به مذهب مردم قبل رسیدن به قدرت حداقل یه گیر نمیده. اینو میتونیم بفهمیم که بی خیال اون شده آقای فخرآور و میخواد منتقد باشه تا آخر عمرش. همین. منم در مناظره گفتم اشاره چندین بار به اشاره کردم به مدل خودم و مدل آقای فخرآور و یه جا به خصوص گفتم مدل من این هستش که هر احدی که اسلام رو به گروگان گرفته برای مقاصد خودش با اون مقابله کنم، با اون گروگان گیری که و سوء استفاده‌ای که داره از اسلام هر کس انجام میده. و دیگه حالا بگذاریم از اون مناظره و اینها. نگذاریم علی جان، من همین الان نگاه میکردم توی چت روم و میبینم که چقدر افراد بسیار زیادی، ترمن میتونم بگم قاطبه یه مردم، میگن که قرآن رو باید آتش زد. خیلی دوست دارم راجع به این موضوع یه رومی بذارم که اگر که من به نظرم اومد چون خیلی عوض میخوام خیلی ضعیف عمل کردی در برابر آقای فخرآور، اگه ایشون حاضر باشن من حاضرم ایشون نمی بدنم که چقدر بی سواد هستن، چقدر بوی از استدلال نبردن. البته به شرطی که نخواد بیاد اونجا داستان بگه و چرت و پرت بگه و نه، سوالات منو به صورت صریح جواب بده. عزیز من سوزاندن قرآن موجه نیست. کدوم احمقی میگه ممکنه موجه باشه؟ در یه شرط موجهه، یک جا فقط، که شما داری از سرما میمیری، تنها منبعی هم که میتونه گرمتون بکنه یک کتاب قرآنه، فقط اونجا موجهه.
هیچ دیگه موجه نیست، به شرطی که شما دارید میمیرید، از مرگ میخواید فرار کنید. در برابر جان میگه در برابر جان فقط موجهه. داریم چیزی، یعنی اگه شما چوب هم داشته باشید، قرآن هم داشته باشید، قرآن آتیش بزنید، این موجه نیست. شما با چوب میتونید جونتون نجات بدید. تا با قرآن باشه اونجا میشه سوزوندش، ولی هیچ جا موجه نیست. سوزاندن قرآن هیچ جا موجه نیست. قرآن یه مفهومه، یه کانسپته عزیزم. قرآن یه کانسپته، یک نشانه تاریخی در هیومن کایند، در نسل بشری است. تو چه جوری میخواید حذف کنید یک اتفاق تاریخی رو؟ عزیز من، شما حتی اگر در گذشته بهتون تجاوز شده باشه هم و از اون آسیب دیده باشید هم و PTSD سنگین داشته باشید و نتونید زندگی بکنید، حتی اون رو هم نمیتونید حذف کنید از زندگی. تاریخ رو که نمیشه حذف کرد که. تجاوز هست، داغش هست، فقط باید یه کاری کنی که تأثیر روش روت نذاره، راه جدیدی پیدا. مگه میتونی شما گذشته رو عوض کنی؟ چیزی به نام قرآن در تاریخ بشر اتفاق افتاده. واقعیتش رو درک کن، واقعیت اون تجاوزت رو درک کن. چه شده، چه اتفاق افتاده، بررسی کن، حقیقتش رو بفهم که سم و زهرش ازش گرفته بشه و بتونی به جلو حرکت کنی. احمق، بیشعور آدم که فقط حرف میزنه، که نباید که فقط حرف بزنه، که آدمی که میتونه حرف بزنه باید از قدرتش مسئولیت. خب فرید بذار حالا، یه دور چیز کنیم، یه نگاه کنیم. اول اینکه یه جمله اشتباه نشنیدم، که این اتفاق آخرش خیلی مهم بوده، پخش میکردیم فکر کنم 30 ثانیه مونده بود. سب کن. دو تا موضوع من نگاه کردم. یکی اینکه میگه که حذف این واقعه تاریخی، و همونطور که گفتم اگر شما بگید من قرآنو به این دلیل آتیش میزنم که این واقعه تاریخی، اتفاقی که تو تاریخ افتاده و مردم مسلمان شدن و اینا، حذف کنم، کسخلی حذف نمیشه که. تو خودشون حذف کنی پی دی اف واجو میخوای چیکار کنی؟ اگه اساس رو بر حذف یک واقعه تاریخی بذاری، بله داره درست میگیم. یا آیا فخرآور، اگر هدفت مثلا اینه که همه قرآن ها رو آتیش بزنیم دیگه قرآنی نمونه و اینو پاک کنیم از شیخ علی، انگار نرو رو فخرآور. شیخ علی آخه داره فخرآور نیست، تعمیم شما تعمیم ناروا میگه هر، میگه هیچ، نه هیچ احمد، هر کی این کارو بکنه احمد. گوش کن من دو تا گزاره عنوان کردم، گفتم یه حرف اشتباه از اسکپتیک شنیدم، یه حرف دیگه هم شنیدم. اول اون حرف دیگه هر رو میخوام بگم، که اون این بود که بله درست میگه اگر فخرآور، چون داره حرف به اساس حرف کجا پیش اومده، حرف فخرآور هم اینو نمیگه، فخرآور هم استدلالش این نیست. اوکی من کاری ندارم، ولی دارم میگم اگه فخرآورم داره میگه به خاطر حذف این، کلن حذف آخه کل روم همینه شیخ علی کل روم ما همینه که کسانی که قرآن آتیش میزنن با این هدف آتیشش نمیزنن. ولی من یه سوال شما دارم، منظور کلمه موجه چیه؟ اینو میتونی به من الان توضیح بدی؟ چون من نمیدونم آقای آزاد صحبت کنه، من برای ایشون اومدم. چون من میخوام بگم نه اصلا یه لحظه هست مهمه آکو نوید، من شما اول اشتباهه. آقا حرف اسکپتیک در این خصوص که میگه که در هیچ شرایطی موجه نیست، تنها در زمان نجات جان، اونم برای نجات از سرما، من با این مخالفم. ناکو من دوست دارم همین الان یه قرآن آتیش بزنم، هیچ دلیلی هم براش ندارم. آیا این کار من که هیچ دلیلی هم براش ندارم و همینجوری صرفا از روی علاقه شخصی من میخوام ارضای روحی بشم، آخه مسئله کلمه موجه برای من گنگه اینجا نوید. موجه هست یا موجه نیست یعنی چی؟ نمیتونی من بگی تو این جمله موجه نیست یعنی اگه این کارو بکنی احمقانه است. منظورش 10 بارم داره خودش میگه، منظورش یکی کسی که این کارو میکنه احمقه، کار احمقانه داره.
احمق یعنی چی؟ شیخ علی آقا شیخ علی بحث ما نیست اصلا ول کن تو رو خودت. مگه هدف شما کریتیکال بودن و بررسی نیست؟ آقا ما موجه نه الو موجه بودن مشخصه دیگه، موجه بودن من مشکل دارم با این موجه، برای خودت دیدی و مشخصه دیگه، برای من دیگه نیست. متاسفانه من همش عادت کردم سوال بپرسم. موجه رو گفتی آدم احمق، کاری که موجه نیست یعنی کاری که یه آدم احمق انجام میده، درسته؟ یعنی مثلا اگر کاری که موجه یه منظور اسکپتیک اینجا اینه پشتون خب یه سوال رسمن داره همون موجهی رو استفاده میکنه گوش کن اسکپتیک اینجا رسمن همون رو داره استفاده میکنه، همون موجهی رو استفاده میکنه که شما تو استدلال استفاده میکنه. میگه صغرا کبراتو بچین، اگه صغرا کبراتو چیدی یه جایی استدلالی خواستی بیاری، این استدلال موجه نیست. یعنی چی؟ یعنی یا صغرا مشکل داره یا کبرا مشکل داره یا نتیجه یعنی روند نداشت. نه چی گفته؟ کی گفته؟ نه معنی کلمه موجه اینه عزیزم. موجه یعنی اینه که احتمالش بالاست که باورش کنیم. اون یکی میگه نه احتمال موجه حتمی نیست که تو گزاره مثلا ما بگیم که آقا خدا هست. اگه من گفتم حتمیه چی گفته؟ بکن اصلا موضوع این نیست. حتمی از کجا در میاری؟ مثلا وجود خدا رو مگه من گفتم حتمیه؟ مگه من گفتم حتمیه؟ حالا یه سوال دارم ازت. آقا یه بابایی میاد میگه آقا من دوست ندارم قرآن آتیش بزنم، قرآن آتیش زدنم کار درستی نیست، تمام شد و رفت. اینو میگه دیگه، درسته؟ میگه دلم میخواد اینو بگم، موجهه دیگه. برای او بابا میگه برای من موجهه که اینو بگم، ولی ثابت شده بله. نیست. برای من موجه شیخ علی اوکی. برای من موجه، برای تو موجه نداره. بین الاسانی موجه خب چیز دیگه موجه. آقا برای یکی موجه به پذیر خدا شیخ علی. نبی برای یکی موجه به پذیر خدا هست، برای یکی نیست. شیخ علی الو شیخ علی جان، شیخ موجه که موجه دیگه، موجه که اینجوری نیستش که یه جا برای یکی موجه برای یکی دیگه موجه. موجه یعنی عقلی. خب عقلا موجه. پس اثبات چی میشه؟ عقلا موجه. پس اثبات چی میشه؟ پس اثبات چی میشه؟ اثبات که دو تا چهار تا است، اونم عقلیه. رشنالایز کردن یک موضوع با آرگومنت کردن یک موضوع چه فرقی با هم دارن؟ اونو میتونید به من بگید؟ من نمیفهمم اینا. رشنالایز کردن میشه دلیل تراشی. رشنالایز کردن میشه دلیل تراشی. یعنی یک چیزی که موجه نیست اتفاقا براش دلیل بتراشی. خب اینو ولش کن. اصلا موضوع ما این نیست. جانبر که چیز نکرده که این یه جمله گفته آتش زدن قرآن در هیچ شرایطی موجه نیست. من این جمله رو بررسی میکنم. تو هم نیت اسکپتیک چی میده؟ تو هم نیت گوش کن آقا گوش کن. کلمه موجه با سنگیز برای به من رد من اگه بگم آتش زدن نوید، من اگه بگم آتش زدن قرآن در هیچ شرایطی کار درستی نیست، بگو. من دیلی دارم ولی من الان تموم شد حرفم. چی تموم شد؟ یا خدا 5 ثانیه 6 ثانیه فرقشه. نوید صدا من متوجه رو بذاره بیرون بیاد. الان صحبت کن نوید، الان صحبت کن. اوکی الان صدا اوکی. چه خلی ما این که نیت اسکپتیک چی بوده اصلا هیچ ربطی به ما نداره. اصلا موضوع اصلی دفاع از اسکپتیک هم همینه دیگه. خودش همینجوری از خودش دفاع میکنه. این جمله تو این جمله ما اینا رو کاری نداریم. ما با یه جمله کار داریم. آتش زدن قرآن داریم. هیچ چرایی که موجه نیست. با این جمله کار داریم. تموم شده. اصلا با اسکپتیک هم کاری نداریم. یه سوال، خودش که یه شرایطی آورد که این جمله رو نقض میکنه که. ها؟ اونو چی میگی؟ بله تو اون شرایط هم اونم یه جمله دیگه است، اون جمله رو هم میتونیم بررسی کنیم. جمله رو آقا ببین، گفت آتش زدن در هیچ شرایطی موجه نیست، اما این هیچ شرایطی رو دوباره اومد یه جمله دیگه بهت گفت که موجهش کرد که عزیزم. بله جمله رو موجه، جمله رو بررسی میکنیم. میگم ما با آدمش کاری نداریم. برو گفت آقا این جمله اشتباهه که تو بگی آتش زدن قرآن در این شرایط موجه نیست. شیخ علی همینه صحبت. اوکی شیخ علی
خب آخه سگی خود هموشت یه درایتی رو آورده میگه باشه خود هموشت میشه باشه من میتونم بگم در هیچ شرایطی این خودش میشه یه مغلطه بازم جمله رو بررسی میکنیم دیگه ربطی نداره که پس نیتش چون اینو گفته پس نیتش اونه رو ول کن من با نیتش کاری ندارم من نیت خوانی نکردم کی گفته نیت خوانی کردم اینجا مگه من نیت سنج دارم حالا باش تو داری همچی چیزی میگی اگر اینو گفته باشه اونجوری میشه اگر اونو گفته نه اگر نه اگر اگر فرق میکنه من دارم پاسیبیلیتی ها تو داری میگی اینو گفته پس نیتش این بوده من نیت برای کسی تشخیص ندادم من چه نیتش من نگفتم تو میگی تو به من گفتی تو نیت خوانی میکنی وایسا وایسا تو یه جای دیگه نیت خوانی کردی گفتی اسکپتیک موقعی که میخنده منظورش اینه خود شد ببین چی جوری گفت وقتی اینجوری گفت من اینو نمیفهمم من دیگه در این حد باهوش نیستم که بتونم نیت یارو رو که وقتی اینجوری میخنده داره چی میگه وقتی اونجوری میخنده داره چی میگه من دیگه انقدر نمیفهمم آقا شما اصلا یکی بهت بگه چه خیلی باهوشی اینجوری کنه نمیفهمی داره دستت میندازه چرا ولی وقتی میخوام بررسی بکنم این جمله رو خود جمله رو بررسی من حواسم نبود یه جاهایی میفهمیم یه جاهایی نمیفهم ببخشید معذرت نه دیگه من برای اینکه تو تله شما و تله اسکپتیک نیفتم این کارو میکنم من میگم من با این جمله کار دارم با بقیهش کاری ندارم داره نقش بازی میکنه و منظورش اینه و معمولا اون کارو میکنه و اینجا اون کارو میکنه مثل داستان ماهی سر میخوره میره من با این کاری ندارم بگو من میخوام کرمو بگیرم کس ننتون ببخشید عذر میخوام حالا تو اینجوری فکر کن مهم سر نداره ولی بقیه شو حسن تو حرفی داشتی حسن جان بله الان موزه شما چوشه خلی بوده یه رو وقت بقیه رو گرفتی میشه بگی موزه تو نبی تو هم موزه تو بگو ببینیم حسن بلکن حسن آقا موزه موزه منه ببند آقا حسن جون من بلکن شیخ خلی رو بلکن جا عزیزم ما راجع به روم بود تایتل من از شما سآل دارم آقای من تش بکنم با تأخیر داری صدای منو نوید بیا تست بگیر من میگم یک شما بگو تو پشمندش یک اوکی بگو بگو اوکی هستم بگو قشنگ 3-4 ثانیه تأخیر دارین نوید بگو باشه بگو خب آقا آتش زدن قرآن در هیچ شرایطی موجه نیست الان شما در یک شرایطی موجه رو بگو آقای نوید بله در این شرایط من شاید بگم من شاید بگم موجه نیست سب کن دیگه دلم میخواد که دیگه استدلال نمیشه وقتی میگی موجه نیست میخوای استدلال الان شما من... که دلیل بیا نفعش چی میتونه باشه که جامعه مسلمان بیای و قرآن آتیش بزنه منافعشو الان عرض تو جامعه مسلمان الان آوردی یا گفتی در هیچ شرایطی فرق نمیکنه پس شما داری میگی تو جامعه مسلمان موجه نه من نمیگم میگم اگه میخوای تو جامعه مسلمانم بگو من اونم بررسی کنم ولی کامل بگو جمله سوالام پرسیدم شما باید پاسخ بدی سوالتون چیه یه بار دیگه اگه لطفا سوالم اینه که در چه شرایطی آتش زدن قرآن موجه هست ربطی هم به جامعه مسلمان اینا نداره دیگه سوالش شما غیر مسلمانو بگو بعدش هم مسلمانو با هم بررسی میکنی بفهم اصلا من به غیر مسلمان و مسلمانش کاری ندارم من شرایط رو دارم بگم من یه شرایط بگم برم نوید که فهم خواهم یه شرایط بگم من یه لحظه سپر کن من با نوید به حال دست راست آقای نوابیه یه گفتگو بکنم سپر بذار من نوید خیلی وقت یه شرایط میگم اگه برای خب نه یا تو بس دیگه تقلبش نرسیم من درخواست میکنم چون شو دست راست آقای نوابیه تقلب آقا ولش کن سپر جان با دشمنی با من به کلا من نوید آقا دست راست آقای نوابیه کمی باهاش صحبت کنم باشه نوید جان آقا بکن یه لحظه ببین برای من شرایطمو بگم بذار من جایی که بودم نوید نمیدونستم چون داره خرابه توهین خودت بگو نوید برای اثبات که شما بخوای اثبات کنی که کسی با آتش زدن قرآن مثلا میمون نمیشود اثبات علمی کنی عملی اثبات کنی که کسی آتش زدن قرآن یکی از شرایط موجهشه اینو مثالم چندی بار خود آرمی زده بوده میرم پایین مرسی
دست درد. خب آقای سپه یه دونه از شرایط تو گفت آره تو آزمایشگاه تحت شرایط باشه، اون آقای سپه گفت من میرم میرم پایین، ول کن آقای سپه. من میگم اگر قشنگ گوش کن، این شرایطی که دارم بهت میگم ممکنه فرضی باشه بگی اصلا محاله، به من ربطی نداره، ولی اگر من به تو نشون بدم که با آتیش زدن قرآن حساسیت حالا حسن حساسیت کسانی که با آتیش زدن قرآن با آتیش زدن یه مرکب کاغذ آدم میکشن رو کم میکنم، خب انقدر این کارو بکنم حساسیت اینا کم بشه، خب دیگه نمیان منو بکشن، این موجهه که این کارو بکنم، یا امثال کسی که این کارو بکنن نمیکشن موجهه این کارو بکنم، یکی دیگه برای دفاع از آزادی بیان موجهه. بذارید بگم، شما داری میگی که در صورتی این کار موجه، یکی از اصلاحات اینه که با این کار باعث میشه حساسیت مسلمان های افراطی کم بشه و اونا نیان آدم هایی که متوجه نشدی. نه گفتم اگر، ببین حواسم از چی دارم میگم، گفتم اگر این موضوع باعث بشه حساسیت مسلمان های افراطی کم بشه و نیان منو بکشن موجه. گفتی یه شرایطی بگو، من یه شرایطی بهت گفتم. خب مگه من چی گفتم؟ من همینو تکرار کردم دیگه. نه تو گفتی نه تو اینو تکرار نکردی، تو گفتی تو داری میگی، من دارم میگم که این کارو بکنی حساسیت کم میشه، من نگفتم حساسیت کم میشه. همینو گفتم اگر کم میشه. نه نبی داره شرایطی رو فرض میکنه که بعد از تجدیدش شده دیگه حساسیت کم شده، حالا تو میخوای بگی نه نشده نمیشه. آقای اصلال اشتباهه، فرضش رو باید بپذیری داداش، میگه اگر فرض این باشه شرایط بگو، تو گفتی شرایط بگو، گفتم این یه شرایطش. من نمیگم این اتفاق، من نمیگم این اتفاق میفته. حالا یه دونه برای جامعه مسلمان بگو. جامعه مسلمان هم همینه. جامعه مسلمان. هند سیریت میشه در بیاری؟ نه نمیشه. صدات تو بازپخش میکنی اذیت سوت میزنه. یا یه شرایط دیگه هم بهت میگم، من میخوام خودکشی کنم تو جامعه مسلمانم، با آتش زدن به هدفم میرسم، میخوام آتشش بزنم، اینم موجه نیست؟ چه ربطی داره خودکشی کردن با آتش زدن؟ داداش مگه نمیگی آقا ممکنه من کشته بشم دیگه، کمک میکنه به هدف من، بیا اینم یه دلیل دیگه. خوبه میام اهدافی که دارید آیا به درد مردم میخوره یا به درد خودتون یا مثلا به درد جامعه میخوره؟ یه هدف من میخوام مثلا این هم حرف هست که گرم بشه تو سرما، چه هدفیه؟ اگر میخوای جامعه تعالی برسه، ببین اینو بدونید، یه اصل روانشناسیه، اگر به دین کسی بیای توهین کنی آتیش بزنی، خب اون طرف گوشاشو میبنده، میگه اینا دشمن خدا و اسلامن. چرا این امر متوجه نیست که اگر آدمای من... اگر ایرانی ها رو گمراه میدونید، شیعیان یا مسلمان ها رو، باید برید باشون گفتگو کنید، نه اینکه کتابشون آتیش بزنید. حسن تو داری هدف تعیین میکنی، هدفی وجود نداره. آقا من دوست دارم به غذام نمک بزنم، خب هیچ دلیلی هم نداره، 5 دقیقه بعد از نمک زدن به غذام هم دلم میخواد برم تو حیات یه قرآن آتیش بزنم. نه تو نمیای ولی تو غذای خودت برینی، درسته؟ تو قابل من برینی، تو ریدن تو غذا رو با آتیش زدن یه کتاب مقایسه میکنی رسمن چشم و گوش. خب بذار بگم دیگه شیخ علی، تو وقتی قرآن آتیش میزنی چشم و گوش اون شخص رو میبندی. اصلا هیچی از تو خونه نیست الان، من همینجوری میرم تو حیات، هیچ احدی همینجا نیست. نمیفهمه چی میگم من، هر حال یک گوش کن یه لحظه، الان هیچ احدی تو خونه ما نیست، من غذامو میخورم، نمکم میزنم، پشتبندشم میرم تو حیات یه قرآن آتیش میزنم، هیچ کی هم نمیبینه. حسن یه لحظه بذارید، این فایل ادامه هم داره، خود حسن هم اونجا بوده، خودشون خیلی از بچه هم اونجا بوده، که این مثال میرسه به حتی بحث حجاب اجباری و مثلا مبارزه مدنی که خانوم ها میکنن، یعنی از همین وام میگیره اسکپتیک و میگه اون کار هم کار درستی نیست و کار غلطی. اوکی، یعنی که وقتی شما میتوانید گفتگو کنید راجع به قانون حجاب، گفتگو کنید و ثابت کنید که قانون حجاب یک قانون حکومتی است، آره، و قانون الهی نیست، این انفهام ادامه هم داره، اگر بذارید ادامه‌اش هم میشنویم، اگر البته نوید صحبتی نداره چون من فکر کنم.
باریکن نبید صحبتی داری تو میخواید نبید میشنوی نه نرساد نمید الان الان خوب ببین آزاد میخواد بره بذار آزاد صحبتشو بکنه چون آزاد گرفته رو بذار آزاد صحبتشو بکنه ما صحبتهای آزاد رو میشنویم بعد پخش میکنیم با هم بحث میکنیم بگو آزاد چی درود به شما نوید جان من فقط چند دقیقه میتونم صحبت کنم بگو آزاد جان فیری هر چند دقیقه دوست داری فیری برو کنم کسی وارد صحبت من نشه چون هم سر رشته سخن از دستم خارج میشه هم مخاطب اینجوری توی این بحثای جدلی اینجوری چیزی دستگیرش نمیشه بله درود میگم فرید جان فرسفال نوید جان شیخ علی مستر تسلا حسن پخش زنده شروین و به ویژه دوستانی که در بخش شنوندگان هستن جای آرمین نوابی عزیزم خیلی خالیه من سخنم را با یه شعر از شهیدای همدانی شروع میکنم گر آفت دین درک نکردی به فنایی گر درک نمودی و گذشتی تو رهایی ای دوست رها کن تو خودت را دگر از دام بسیار خطرناک بود مذهب اسلام مانند من ای دوست از این جهل جدا شو از مذهب و اسلام و خرافات رها شو روزی که رها گردی از این جهل و تباهی تازه متولد شدی و اول راهی راهی که پر از شادی و عشق است و کرامت لبریز وفاداری و لبخند و سخاوت این راه پر از آگهی و فهم و شعور است بیدار شو ای دوست که هنگام عبور است برخیز که چون موج خروشنده بجوشیم از بحر نجات وطن خیش بکوشیم برخیز که آفت زد این ملک کهن را باید برهانیم دگر خاک وطن را عرض کردم شعر از شیدای همدانی بخشی از شعر یک مش قرمساق که شیدای همدانی هم به دلیل اسلام ستیزیش الان در زندان زاهدان در سکوت و سانسور خبری اما در آخرین بیت گفت برخیز که آفت زده این ملک کهن را باید برهانیم دگر خاک وطن را قرآن و اسلام آفت ملک کهن ایرانه بنابراین باید ایران رو برهانیم از آفت قرآن و اسلام این مناظری که موضوع بحث شماست خب من اون روز مناظره رو گوش دادم بعدش هم اتفاقا رفتم در اتاقی که آقای فخرآور داشت در مورد بررسی اون مناظره یه روبی صحبت کردم اونجا فکر میکنم اولین نفری بودم که اونجا صحبت کردم و نوید جان تو اتاقی که موقعی که خود شما اسکپتیک رو دعوت کردین و بعد نقد و بررسی گذاشتین در مورد اسکپتیک باز من اونجا اومدم صحبت کردم و خود اسکپتیک هم حضور داشت در حضور خودش گفتم از روش شکاکیت من که اسکپتیک رو نمیشناسم از روش شکاکیت که در بازارهای یونان و آتن هم بود و سقراط اومد ایستاد مقابل اونها نه آگاهی در می آید و نه آزادی من باور دارم که اسکپتیک یا یک پروژه امنیتی است یا در دام یک پروژه امنیتی قرار دارد اما آیا آتش زدن قرآن در هیچ شرایطی موجه نیست اول من سخنان اسکپتیک را گوش می دادم اولین جمله‌ای که داشت یک مغالطه بزرگ داشت که گفت همه می دونن که اصلا این کدوم بیشعوری می خواد قرآن آتش بزنه همه می دونن که قرآن آتش زدن موجه نیست کسی که ادعا میکند که میخواد تفکر انتقادی رو ترویج کند مغالطات آشکار استفاده میکند و این به این دلیله که اسکپتیک از روشی استفاده میکنه که وزیر جنگ آلمان نازی هیتلر گوبلز از همون روش استفاده میکرد یعنی دروغ را با چنان اطمینانی بگویی که خودت هم باور کنی البته جناب آقای آزاد فارسانی شما اول صحبتتون شیخالی وایسید اول صحبتش با یک مغالطه شروع کرد گفت که دوستان بحث های جدی زیاد نمیگیرن این جمله شو به من توهین باشه شیخالی من انداختمت پایین ببخشید زهر فازه تمومش به آزاد کجا رفت آقای آزاد رو نمیدادی پایین صحبت های آقای آزاد خوبه نه شیخالی دقیقه وایس آزاد کجا رفت آزاد هم داختی خودشون دردم نه آزاد بیا آزاد جان آزاد جان ادامه بده جناب آزاد این گفتگوهایی که پین پونگی باشه پرمحتواتر ها من اتاقاتون هم دیدم 20 نفره هست مردم بیشتر حد جذب میشن اتاق من حسن هم انداختم پایین آزاد جان بگو ببخشید بچه ما بعدا میارم بهتون بالا آزاد جان صدای ما رو داری؟ بله نوید جان
اگر کسی دیگه وارد صحبت من بشه، حتی خود شما، من از اتاق میرم. من هیچ اصراری به صحبت کردن ندارم اساسا، شهوت سخن گفتن. بگو آقا جان، بگو صحبتتو، بگو چه دیگه. بله اسکی صحبتش رو، من چون دقیقاً الان ربع ساعت دیگه بیشتر نمیتونم صحبت کنم اساسا، بعدش از شنونده باشم فقط. مغالطه‌ای که اسکپتیک داشت اول صحبتش، مغالطه اطمینان ساختگی است، alleged certainty، همون روشی که گوبلز هم به کار می‌برد. در مغالطه اطمینان ساختگی alleged certainty، مغالطه اون فرد گوینده، اون کسی که داره سخن میگه، بدون اینکه شواهدی ارائه بده، بدون اینکه پیش‌فرض‌هاش رو مطرح کنه یا پیش‌فرض‌ها رو در نظر بگیره، میاد خیلی با اطمینان سخن میگه و جوری نتیجه گیری میکنه که انگار اون نتیجه بدیهیه، واضحه، صحیحه، همه میدانند، انگار که نتیجه از قبل درست فرض شده. یعنی مصادره به مطلوبم در این حال هست. مثلا میگه همه مردم میدونن که فلان، یا بدون شک همه میدونن که، یا اصلا نیازی به ذکرش نیست که این جوریه. این مغالطه اطمینان ساختگیه که بارها و بارها و بارها اسکپتیک در سخنانش استفاده میکنه، که عرضم کردم یا خودش یک پروژه امنیتیه یا در دام پروژه امنیتی قرار داره. من اسکپتیک رو نمیشناسم، اما در حضور خودش هم بهش گفتم از این روش نه آگاهی در میآید و نه آزادی. اما برگردیم به این سخن. به هر حال من خودم حداقل 3 کمپین قرآن آتش زدن داشتم. یکی چهارشنبه سوری این سال، نه سال قبل، کارزاری داشتیم با عنوان قرآن سوزان در پاسخ به ایران سوزان و انسان سوزان. بعد کمپین دیگه ای داشتیم یه مدت، 2 هفته بعدش، 1 هفته بعدش به مناسبت نوروز، کمپین آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و عکس خامنه ای، که در این حال قرآن آتش زدن هم در کنارش بود. و نهایتا موقعی که سلمان رشدی رو ترور کردن یا تلاش کردن ترور کنن در آمریکا، یک بار دیگه هم یک کمپین آتش زدن قرآن داشتیم. که البته بعد از اون کمپین ها خب به کانال یوتیوب من خیلی گسترده حمله کردن از کشورهای مختلف، و نهایتا کانال یوتیوب من رو که تو برنامه ها نشون دادم 26 میلیون ایمپرشن داشت بدون هیچ گونه اختاری، نهایتا اعمال نفوذ کردن و بستن. هیچ اهمیتی هم نداره، مسیر آگاهی مسیر خودش رو باز میکنه. اما من میخوام برگردم به همین صحبت. یه جایی از صحبتاش اسکپتیک میگه که فقط در یک جا میشه قرآن رو آتش زد، اونم که کاغذ، فقط اون کاغذ باشه و شما هم اگر اون رو آتش نزنید از سرما مثلا بمیرید. حالا من میخوام ببینم که ما چرا قرآن رو آتش میزنیم. موجه یعنی چی؟ من بعد از مناظره اونجا این مطلب رو مطرح کردم. نالج در معرفت شناسی اپیستمه یعنی true justify belief، باور صادق موجه. یعنی اول یک باور باشه، دوما صادق باشه، که بحث صدق هم تئوری های صدق رو داریم در فلسفه، تئوری مطابقت که مطابقت با جهان خارج باشه، تئوری انسجام یا کوهیرنتیزم رو داریم که منسجم باشه با باورهای دیگه، منظومه رو شکل بده، که باورهای قرآنی و اسلامی نه صادق هستند و نه منسجم هستند، خودشون کلی با هم دیگه در تناقضن، که در ادامه اشاره خواهم کرد. اما اونجا که میخوام مثال رو بگم، که اون مثالی که میزنه چقدر مثال مسخره ای، اما من میخوام برم یه جایی که اسلام رو بهتون نشون بدم. این مطلبی که الان میخونم از غایت القصوى فی ترجمة العروة الوثقى، تألیف آیت الله طباطبایی یزدی، ترجمه عباس قمی، جلد 1 صفحه 286، میگه که گاهی خوف آتش باعث وجوب حفظ آب و ترک استعمال آن در وضو یا غسل نیست، بلکه باعث جواز آن است، مثل خوف تلف نفسی که حفظ آن بر او واجب نباشد، گرچه جایز القدر هم باشد، و گاهی واجب است آب را صرف وضو یا غسل کند، و آن در صورتی است که خوف تشنگی کسانی را داشته باشد که واجب القدر می باشند. ببینید مثلا من واجب القدرم چون سب و نبی کردم طبق روایت امام صادق، هر کسی که به من زودتر رسید باید من رو بکشه. حالا شما فرض کنید یه لیوان آب هست و یه مسلمونی اونجا هست. حکم فقهیش که براتون خوندم اینه که اون لیوان آب رو، مسلمون هم از تشنگی نمیمیره، فقط میخواد وضو یا غسل بگیره، اینجا امر دائر میشه بین این که اون آب رو صرف وضو یا غسل بکنه، نخوردن و ننوشیدن، وضو یا غسل، یا اینکه اون آب رو بده به منی که دارم میمیرم، از تشنگی میمیرم. حکم فقهیش اینه که اون آب رو باید صرف وضو یا غسل کنه، حتی غسل تیمم نکنه یا غسل نوع دیگری نکنه، آب رو صرف وضو بکنه، آب رو به من نده که دارم از تشنگی میمیرم. این رو نگاه کنید. حالا آیا موجه هست قرآن رو آتش بزنیم یا نه؟ اما قرآن چی میگه؟ توی سوره هجر آیه 9 میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
ما این قرآن رو، این ذکر رو نازل کردیم و خودمونم ازش مراقبت میکنیم. حالا اسکپتیک میاد چی میگه؟ میاد میگه که شما چه میخواید قرآن آتش بزنید، این قرآن نابودش کنید در طول تاریخ، یک کتاب تاریخی میخواید نابودش کنید. اولا که قرآن، تورات و انجیل در طول تاریخ بیشتر از هر کتابی چاپ شده، بنابراین یه تعدادشون اضافیه. بعدم من مال خودم دوست دارم آتش بزنم. بعدم خود قرآنتون که داره میگه ما این قرآن رو نازل کردیم، خودمونم ازش حفاظت میکنیم، پس شما چیکار دارین؟ اگه من آتش میزنم، خب خود خدای میاد ازش حفاظت میکنه. اما دروغ میگن، خدایی نیست که از قرآنش حفاظت بکنه. میان از قرآنش رو با آدم کشتن محافظت میکنن، نه مسلمانان، خود قرآن. خود قرآن تو سوره محمد آیه 4 چی میگه؟ میگه فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، پس موقعی که ملاقات کردید کافران رو، گردنشون رو بزنید. توی سوره نساء آیه 56 که داره میاد میگه کلما مجازات های، حالا این دنیویشون بود، اخرویاشون، کلما کافران رو، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، هر بار که پوستشون رو کندیم یه پوست دیگه بهشون میدیم تا شکنجه رو بچشن. توی سوره حاقه آیه 30 تا 33 باز جزای جهنمیان رو میگه خذوه و فغلوه و ثم الجحیم سلوه و ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکوه انه کان لا یؤمن بالله العظیم، بگیرید و او را در قل و زنجیر بکشید، آنگاه میان آتشش اندازید، پس در زنجیری که درازای آن 70 گز است وی را در بند کشید. چرا؟ چرا که به خدای بزرگ نمیگروید. به به، سوره مائده رو داریم آیه 33، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، تا میگه جزای اونها که به جنگ با خدا و رسولش میپردازن اینه که اونها رو زجرکش کنیم، که ابوالفضل بهرامپور هم میگه اینا زجرکش کنیم، او یسلبو، یا اونها رو به صلیب بکشیم، به دار بکشیم، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا دست و پاشون رو به خلاف ببریم، او ينفوا من الارض، یا از زمین نفیشون کنیم، یعنی مثلا بندازیم روی تخت پاره، بندازیم وسط دریا و اقیانوس تا از تشنگی و گشنگی و شدت آفتاب بمیرن. ذالک لهم خزی فی الدنیا، این حقارت و خاریشون در دنیاست، و لهم فی الاخره عذاب عظیم، این برای دنیاست، اون آخرت هم که آیه هاشو خوندم. بعد ممکنه بعضیا بگن این برای کسانیه که محارب هستند، اما من میرم سراغ صحیح بخاری که روایات صحیح اهل تسنن هم هست. در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 140، همون جایی که همین آیه 33 سوره مائده رو میخونه، میگه المحاربت لله الکفر به، اینجایی که گفته محارب را این کارا رو بهش بکنید، این محارب فقط کفره، یعنی هر کسی که اسلام رو نپذیره، به اسلام کافر بشه، که از نظر اینا اسلام حقیقته و هر کسی اون رو نپذیره حقیقت رو میپوشاند کافر است، باید این بلاها سرش بیاد، یعنی صرف کفر کفایته، اصلا نیاز نیست کافر حربی باشه، همون کافر غیر ذمی هم کافیه. اما یا آیات دیگری که ما داریم، میگه ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، سوره اعراف آیه 179، میگه در حقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم، یعنی اونا را آفریدیم که بندازیمشون توی همین شکنجه هایی که دیدیم. چرا؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، اونا یه قلبایی دارن که باهاش تفقه نمی کنن، و لهم اعیون لا یبصرون بها، یه چشمایی دارن که باهاش نمیبینن، و لهم آذان لا یسمعون بها، یه گوشهایی دارن که باهاش نمیشنون، اولئک کالانعام بل هم اضل، اونها چارپایانند بلکه پستر. دیهیومنیزیشن، انسانیت زدایی، از کافران انسانیت زدایی میکنن، بعد هر کاری میخوان، هر جنایتی میخوان میکنن، اولئک هم الغافلون، اونا غافلن. اینه قرآن شما. و اسکپتیک و نبی جان اگه صحبت منو من صحبتم تمام، سپاس گذارم. قربان شما، خواهش میکنم. ولی آزاد ناراحت نشو، من آزاد من نمیدم میل خودت قربونت. نه ببین نوید جان، من از اول شما پرسیدم، گفتم چند دقیقه فرصت دارم، گفتین وقت در اختیار شماست. من هر بار اومدم توی اتاق شما، شما رفتارهای غیر اخلاقی دارین، این روش غیر اخلاقیه. 20 دقیقه، نیم ساعت، 35 دقیقه، بله غیر اخلاقیه، 35 دقیقه احترام به مخاطب نیست. 35 دقیقه اول برنامه وقت مخاطب را با بحث‌های جدلی بی حاصل بین خودتون شروع کردید. من نمیگم بحث‌های من حاصله، اما من از شما اجازه گرفتم، گفتم چند دقیقه وقت دارم، گفتین وقت در اختیار خودتون. وسط بعدم گفتم اگه خودت هم بله، این تصور آزاد جان تصور غلط بنده بود، که من فکر میکردم شما احتمالا مثلا 10 دقیقه رو احتمالا بیشتر صحبت نمی‌کنید. ولی بحث
خودت بس گوش بده به حرف من. تصور غلطت اصلا تصور غلط من اجازه بله بله بله, بله من معذرت خواهی میخوام. اخلاقی نیست. منم دیگه اصلا من معذرت میخوام نمیشم. من نیازی ندارم. من نه نیازی به صحبت کردن دارم نه نیازی به برنامه دارم. من اینجا به مخاطب احترام میذارم. با احترامم از شما اجازه گرفتم. شما خودت حرف خودت رو پس گرفتی. آرمین هم متاسفانه گاهی اوقات از اصلا درست نیست. بله من معذرت بله من معذرت میخوام بابت این موضوع بابت تصور غلطم. این یک. دوم هم ما داشتیم راجع به یه تایتل صحبت میکردیم. انتظار بنده هم از شما این بود که راجع به تایتل صحبت بکنید. آیا من خارج از تایتل صحبت کردم؟ میدارم میگم بله 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 این که قرآن موجهه. شما حق نداریم برداشت خودتون رو به دیگران تحمیل کنید. ما متأسفم من کاملا حق دارم. من این کلاب هاوس رو دوست ندارم. همه تفکر استبدادی داریم. همه میخوایم نظر خودمون رو به دیگران تحمیل کنیم. حتی اگر نه آزاد جان من کاملا حق من کاملا حق دارم برداشت داشته باشم. این حق من. شما حق دارید. چه حقی دارم؟ حق ندارید برداشت خودتون رو به دیگران تحمیل کنید. من برداشت شما به دیگران تحمیل کردم. من چه تحمیلی کردم؟ گفتم این برداشت من. من از شما اجازه گرفتم چند دقیقه فرصت دارم. گفتین وقت در اختیار شماست. الان خلاف تعهدی که کردین خلاف قول اخلاقی که دادین من بابت نه آزاد جان دوتا نکته جداست. ببینین دوتا نکته جداست. من بابت این خلاف تعهدم من بابت خلاف تعهدم شما معذرت خواهی کردم. گفتم من تصور اشتباه بنده بود. این که من حق ندارم نظرمو بگم عجیب بود. اوکی دوستان بیایم بالا به ترتیب من بچه‌ای که دست بلند کردن چیزم فایلم از مونده آنک جان. آره آره فایلم هم پخش مونده فرست فایلم هم هستن چه بینه نکته‌ای داره فرید من یه معذرت خواهی به مودریتورا به دکارم که پریدم وسط حرف آزاد. ولی اگر کسی قرار مقالطه کسی رو بگیره ما بهتره هم مقالطه همدیگر هم بگیریم. این آقا وقتی که میگه از بدل از جدل کسی چیز یاد نمیگیره این جمله خودش یه مقالطه است. اگه ما اومدیم مقالطه یاد بگیریم نباید به ترسیم از اینکه مقالطه کی رو میگیریم. حالا مقاد اسکپتیک باشیم مقاد آزاد فارسانی باشیم من هر کی مهم نیست. مهم مقالطه است که بگیریش. اگه اجازه بدید بچه ها شعر بیرم خودشون رفتن پایین دیگه. آره شعر بیرم چند تا سوال داشته شعر بیرم بشنویم بعد فکر نکنم آقای فارسانی چون تایمشون اجازه نمیداد دیگه باید برن سر کار و فکر نکنم تایم داشته. شعر بیرم شما نکته تو بگو عزیزم. من هست آزاده صداشون رو شما شنید. بله بفرمایید. این یه بازی تاکتیک شروع کرده. خیلی هم بچه‌ها همه دارن تو بازم. ببین فقط خودت باختی، نوید باخته، آزاد باخته، حتی که میان دفاع میکنن از اینم توش باختن. چرا اون راحتی میاد فوتبال بکنه؟ میتونه چی بگه؟ میتونه بگه آتش قرآن منظور همون کلمه‌ای که از سینه محمد نازل شده. محض اینکه یه نسخه از روی اون کپی شده، اون این رو دچار تحریف میدونه. اگه شما ادعا بکنید که تحریف نشده، باید ثابت بکنید این تحریف نشده. این میگه من آتش زدن قرآنی که دارم میگم اون یه نسخه رو دارم میگم که همون موقع بر سینه محمد نازل شده. خب اون یه دونه رو نگه دار، اون یه دونه رو نگه دار بذار تو موزه. همه یه قرآن های دیگه که ما بهش میگیم قرآن رو که در واقع از نظر اون داره استدلال میکنه میگه قرآن نیست، همه اونها رو بسوزون، این یه دونه رو نگه دار. آقا من خودم یه شرط موجه دیگه که الان چیزی که ما بهش به اصطلاح میگیم قرآن رو من همین رو سوزوندم. چیکار کردم؟ آقا پیپر نداشتیم، تنباکو رو پیچیدم لای سوره بقره کشیدم. اینم موجه دیگه. آقا پیپر نداشتیم. خب پس اگر اینجوری بله این چیزی که ما امروزه داریم بهش میگیم قرآن و نسخه مختلفی داره در سراسر جهان، این رو ما میتونیم بگیم که بله اصلا موجهه. چه حالا شما پیپر نداشته باشی، چه سردت باشه، چه نمیدونم هر چیز دیگه، یا کاری که آزاد فارسانی داره میکنه، اگر که پیامی رو میخوای انتقال بدی، اگر تقدس سودایی میخوای بکنی، اینها بحثای مختلفیه. ولی این یک بازی بچگانه‌ایه که الان اسکپتیک هم میتونه بخنده به همه اینها که ما اصلا داریم یه قرآن دیگه رو داریم میگیم، اون تو استدلالش داره یک قرآن دیگه رو میگه. کل داستان اینه، کل آرگومنت اینه. من مثلا عجیبه که اگر کسی میاد دفاع میکنه، حسن میاد دفاع میکنه، علی میاد دفاع میکنه، چرا انقدر استدلالای ضعیف دارن میکنن؟ یعنی چه شمای شرایط شرایط بگو موجه باشه یاد بگیرید اینجوری میتونید ناکات بکنید. کل داستان همینه. سر این قضیه این کلمه قرآن شما رو داره یه بازی بچگانه میده که اصلا به دردم نمیخوره. هیچ، کل داستان همینه. موضوع اصلا این نیست، ما که گفتیم دیگه اصلا دست که این من یه کامنتی دارم شده به یه قرآنی که من دارم میگم با قرآنی که تو میگی متفاوته. ربطی نداره. بگی
مثلا الان برنده بازنده مگه قراره تعیین کنه؟ خب دیگه اون همینو میگه دیگه، اون کل هدف داستان اینه که بتونه تاش خودش برنده کنه. آره ولی کسی که یه همچی حرفی بزنه که تو انتظار تو میگی برنده، اصلا برنده بازنده کجا بود؟ حالا نوید حرف شبنم واقعا از نظر حالا پوینتشش پوینت درستی هست، ولی تایتش اینه که گزار کلی دادن به عنوان توی تفکر نقد گزار کلی دادن مشکل داره دیگه. اون مثالی هم که من زدم، مثال این که در شرایط علمی از هایپوتزیس رو میخوای تست کنی ببینی که آقا یه کسی مثلا سوسک میشود، برای این کاملا هم اتفاقا علمیه، میتونی بیاد علمی رو بررسی کنیم، باز حالا چه تو آزمایشگاه چه هر جای دیگری میخوام، یعنی ناظر داره مثلا همه این یه سری چیزا داره، به هر حال آزمایش علمی بررسی میکنیم، نه میخوام بسوزونیم و بعد اینم یه مدلشه که مشکل فقط اون گزاره است که هیچ دلیلی به جز یکی که اون هم سوزوندن شریم، فقط اگر اونو گفته باشه که سوزوندن قرآن توی اون، چون خودش شرطی ما داده اینجا، گفته که سوزن قرآن برای گرم کردن و زنده موندن، همون یه دونه، پس یعنی دیگه این کانفایند این بحث رو چیده، این قرآن منظورشه، قرآنی که هست و منظورشه دیگه، اون اصلی هر که نتونیم بگیم، و یه شرایط هم گذاشته که از اون بحث بین خودشون آورده بیرون، بحث رو بزرگش کرده توی همچین بحثی، گزاره کلی داده، گفته هم یه دونه هست، هم یه دونه یه دیگه هم بیاری، یه مثال دیگه هم بیاری، خب چیز دیگه، این گزاره غلطی میشه، مشکل این گزاره همینه، کلیه. یه مثال نقض میخواد اونو، فقط یه مثال نقض چیزی بگم، فقط اینم من بگم، هم معصوم کردن سرچشمه داره، هم حالا اینا محمد لیست کرده بود من لوت کردم، هم تامین روا داره، مرد هوشاری داره، شیب لغزنده داره، هلیش سرتنتی هم که گفت چیز آزاد، حتی آزاد ناراحت شد، امیدوارم که آزاد ناراحتیش رفع بشه. کیوس تو هم بگو این ادامه‌ش هم من میرم، من میرم پای بچه‌ها، دمتون گرم، مرسی، خداحافظ، مرسی سایه جان، مایک نیما من میرم پای بچه‌ها، دمتون گرم، قربونت، مرسی، زنده باشی. کیوس هم بگه بعد ادامه فایلم خیلی مهمه به نظرم، بحث حجاب و اینا اونم گوش بدیم. کیوس بگو، کیوس رفاین فرید رفاین، اوکی ادامه‌شو پلی کنیم، نه من این داختمش پایین، شما فایل پلی کن. آه اوکی، آه پلی کن، چجوری میخواید حذف کنید یک اتفاق تاریخی رو؟ عزیز من، شما حتی اگر در گذشته بهتون تجاوز شده باشه هم و از اون آسیب دیده باشید هم و PTSD سنگین داشته باشید و نتونید زندگی بکنید، حتی اون رو هم نمیتونید حذف کنید از زندگی. تاریخ رو که نمیشه حذف کرد که، تجاوز هست، داغش هست، فقط باید یه کاری کنی که تأثیر روش روت نذاره، راه جدیدی پیدا. مگه میتونی شما گذشته رو عوض کنی؟ چیزی به نام قرآن در تاریخ بشر اتفاق افتاده؟ واقعیتش رو درک کن، واقعیت اون تجاوزت رو درک کن، چه شده، چه اتفاق افتاده، بررسی کن، حقیقتش رو بفهم که سم و زهرش ازش گرفته بشه و بتونی به جلو حرکت کنی. احمق، بیشعور، آدم که فقط حرف میزنه که نباید که فقط حرف بزنه، که آدمی که میتونه حرف بزنه باید از قدرتش مسئولیت پذیر باشه و ببینه چی میخواد بگه تو این حرف. شما چطور میخواید فرهنگ عزیزم، کشور ایران فرهنگش اسلامی است، چطوری میخواید اینو بزدایید؟ اونم با آتیش زدن قرآن. خیلی گاوه. اگر ایشون حاضر باشن بیان اینجا و من بهشون بدون استفاده از این القابی که عرض کردم درست مرتب که این کار شما نه تنها موجه نیست بلکه بده و شما به قول معروف اشتباه داری میزنی داداش، شما باید بری آقای جنتی رو آتیش بزن، باید بری ولایت مطلقه فقیه رو آتیش بزنی. همین ایراد رو به خانم چیز میگرفتن دیگه، معصومه علی نژاد، گفتم دختر خیلی خوبی هستی ولی خب داتی بی سوادی دیگه، نمیفهمی، دختر رو نفرست تو خیابون رو سرشون رو بردارن و چیز بکن. این همه انرژی رو بذار یه کاری کنی قالیباف رو بیارش اینجا تو کلاب هاست من باش صحبت کنم، به جای این همه انرژی چهارشنبه سفید و فلان اینا زدی، قالیباف رو بیار. عزیزم باور کن
حرفایی که من مطرح کردم اینجور خیلی مهم بوده. حسن میدونه، رفته بود با کارچی صحبت میکرد، این چیزی که سبب انقلاب شد توی کلاب هاوس، همه دارن راجع به صحبت میکنن و من به حسن گفتم پشت دستگاش، گفتم حسن جان بپرسین و بحث شده بود راجع به حجاب صحبت میکردن، خودش میتونه شهادت بده. من دمت شم انقلاب کردم، انقلاب شد سر بپرسین، گفتم اینو بپرسوشم وایس تکون نخور، بپرس آیا حجاب اجباری حکمی است الهی یا قانونی است توسط یک نظام حکومتی؟ جواب این سوالم تو نگرفتی تکون نخور. و جواب این شد که این قانونی است از یک نظام حکومتی. گفتم اوکی، سوال بعد، اگر قانونی است از یک نظام حکومتی چرا کارشناسی نشده؟ بنابراین بیاریدش روحوت و کارشناسیش کنیم، خدا مدارم بذارید کنار، صحبت خدا نکنید که اوقات هم تخلیم میشه. چون شما قبول کردید خداوند نگفته حجاب باید در یک جامعه اجباری باشد، بنابراین اون که اینو گفته رو باید بگیریم اول مجازش بکن که هیچی. بعدم همین امشب من با آقای گلی صحبت نمی کردم که همین الان باید سازوکاری درست بشه، یه قانون حجاب اجباری کن لم یکن بشه و به صورت کارشناسی توسط reasonable mind با توجه به فرهنگ ایران، reasonable mind با توجه به فرهنگ ایران که بدون در نظر گرفتن نقش الوهیه این موضوع، بدون چی گوش کنید، بدون در نظر نقش الوهیه باشه. اگر شما این ستاپ رو درست میگن نیاز به چهارشنبه سفید نبود، این بیچاره ها رو در به داغون بکنید. ستاپ رو درست کنید، چهارشنبه سفید نمیخواد که مبارزه مدنی چش مسخره بازی ها چیه، یه ستاپ درست بکنید آقای قالیباف بیاد، حسن نه ستاپ این شکلیه، حسن بره زنگ بزنه اونجا چیز بکنن، بعد قالیباف بیاد، نه ببخشید ازاجو، حسن بره زنگ بزنه دو تا سوال بپرسه انقلاب بشه تو کلاب باز، بعد مسیح علی نجات بره قالیباف رو برداره بیاد ستاپ درست کن تموم میشه دیگه. نبید شما بازی مفهومی الان در ازم کردیم چی رو میشه، بخواهم یه مفهومی رو بپرسم شما با مفاهیمه یه نقیق با مفاهیمه کامیونیکیشن اکشن، کنش های ارتباطی، انسان مدرن در عصر دیجیتال و رسانه، آیا با این مفاهیم آشنا هستی؟ با مفهوم زبان آیا آشنا هستید؟ آکه آشنا هستید؟ آیا آشنا هستید با اینا؟ نیستی، تموم شد، آشنا نیستی. آره دیگه، همون باید بری قرآن بسوزنی. فهمون چرا قرآن رو میسوزنی، مثلا چرا نمیشاشین روش، مثلا چرا باید بسوزنی، این سمبولش چیه؟ سمبول آتیشیه. بابا دلقی نویدی که این مقالطه یه بمبارون با کسیر بود دلقی که آقای فرسواله بذار من باشه سب کن نوید آی فرسفالن شما من چه دارنده شدید که چی میخواد بگی آی فرسفالن من پنج دارم آخه با نوید که فایده نداره، نوید درک نکرده حرفاشو. آیا نوید دو نفر لیست دارم من میام باش بچه دارم بذار درچه نوید بگو صدا بذار صدا بگه فقط صدام خوبه، صدام خوب میاد مشکل عالی صدا خوبه متاسفانه. آره یه جایی هستم میگم ببین چند تا دو تا نکته از بحث قبلی بگم. اول از همه در مورد معنای موجه بودن صحبت شد که شیخ علی گفت چند تا معنا داره، درسته. ببین موجه بودن از منظر اخلاقی، از منظر منطقی، از نظر چکست، از نظر من، از نظر تو، ولی بحثایی که ما اینجا میکنیم عموما از نظر استدلالی و منطقیه. اگر اسکپتیک برگرده بگه از نظر من موجهه، گویی که برگشته گفته من خورش سبزی از خورش قرمزی بیشتر دوست دارم، اصلا ارزشی نداره. یعنی شما دیگه اصلا صحبتی نمیتونید در موردش بکنید، اصلا اساسا شما زدین اعتبار زیر اعتبارش. بعد سری صحبت‌های دیگه شد اینجا که این بحثی که اسکپتیک کرد درباره فخرآور بود و در اون کانسپت و این حرفا، اون اینم غلطه. چرا؟ چون برگشته گفته سوزاندن قرآن در یک جا موجه اونجایی که مثلا برای گرم کردن خودت باشه، یعنی خودش اومده این بحث رو بزرگتر کرده. یعنی اونم که بگی درباره فخرآور فقط این صحبت شده اونم غلطه، اونم چیز از دیگه.
این حرف شما رو قبول دارم، اما کانسپت کلی همون بود. این اومد اگزاجرش کرد، این اگزاجره رو شما اینجوری اشتباه متبادر شده به ذهن همه، من اینو قبول دارم. ولی الان ازش بپرسی مطمئنا میگه در جواب اون علی محزون به فخرآور میخواست اینو بگه که تو خودتو منفور چرا میکنی بین مسلمانان، چرا بولیشون میکنی، بیارشون اینجا، بیارشون با هم صحبت کنیم، بعد اونجا قرآن رو تو ذهنشون آتیش بزن. بعد اون میره از بالا دستش میپرسه، اون میره از بالا دستش میپرسه، همه میاد جلو دیگه. بذار من کامنتش بکنم، خواهش بکنم. ببین اون هدف، یه هدف مشخص کرده که نابودی قرآن در سراسر جهانه. خب اینم احمقانه است. الان چه کسی میتونه کتاب قرآن نابود کنه؟ یه پی دی افش میذاری داخل اینترنت دیگه، مگه نابود میشه؟ اصلا شما هدف تعیین کنی که سوزاندن قرآن برای یک عده نابودی کلی قرآن، خودم احمقانه است. نمیشه از زیرش شما فایل پی دی اف بذار تو از قرآن داخل اینترنت، میگه یه کسی میتونه نابودش کنه. این بحث از پایه غلطه. حالا در مورد بحث جدیدی که میشد در باره حسن، ببین اینم غلطه. چرا؟ چون که گویی که اگه حسن بره با اینا صحبت بکنه و از لازم منطقی و قرآنی ثابت بشه که حجاب اجباری نیست در قرآن، ما باید همه سرمون حجاب بکنیم. این چه حرفیه؟ بعدش هم جدا از اون، شما داخل یک بحث استدلالی اومدی یه شخص بالای مقام بالای مثلا حکومتی هم جا بوس قالیباف رو بردی، چه ضمانت اجرایی داره؟ مگه هواپیمای اوکراینی نبود؟ بعدم گفتن آره ما زدیم آقا، قبوله، اوکیه. عزیزم صحبتایی که اینجا میشه ضمانت اجرایی نداره تهش. شما برید با خود رهبرم صحبت بکنین، میزن تهش میگه اوکی اوکی باشه به تماشا، ضمانت اجرایی هفته نداره. نمیدونم اجرایش به این شکله که پایه قدرت دیکتاتور در اون اقلیتیه که طرفدارشن و اون ایدئولوژی رو قبول دارن. اگه شما این ایدئولوژی رو در ذهن اونها خراب کنی، اینها هم پرسشگر میشن، میرن هی از اون نفر بالاترشون میپرسن. متوجه چی میگم؟ در نهایت ریزش میکنن. شما همین یه لحظه دیدار خامنه ای با دانشجوهای کورنوس، یک لحظه به حرف من توجه بکن. اگه حسن داخل این گفتگوی استدلالی شکست، مثلا دارم یه چیز فرضی دیگه، مثلا شکست بخوره و معلوم بشه تو قرآن گفتن که بر روسری سرمون بکنیم، همون بر روسری سرمون بکنیم. الان حسن شکست بخوره، خب قانون کشور که نشده، ولی اگه هزینه ای هم نداشته، نه تو خیابون ریختیم، نه شیشه مغازه شکستیم، نه سطلی. ولی اگر حسن موفق بشه، همون کنه مردم، اون فایل پخش میشه، مردم میفهمن، آگاه میشن و به کنشگری های مدنی و اجتماعی و سیاسی میرسه، میرن دم دفتر مراجع استفتا میکنن. اگه مردم، خیلی از مردم نمیدونن، ولی اگه حسن شکست بخوره، حسن توی مجلس 10 نفره یا 100 نفره شکست خورده، قانون کشور نمیشه. این گزارش شما اشتباه فرو. مراجع اگه تو قرآن نباشه نمیتونه بگه. فرو ببینه فرو پاسخش چیه. فرید بذار فرو ببینه چه جوابی داره. فرو پاسخی داری؟ بله آره حتما ازم، حتما مرجع تقلید که عموما به قرآن نمیاد استناد بکنه. مرجع شما مثلا بخوای یعنی حسن فقیهی، حالا بذار بگم برای یعنی چی، یعنی حسن فقیهی که تمام درکش از قرآن چند مطلبی که خونده، حرفش در این بحث استدلالی برای من همون برام کافیه. مرجع بیاد بگه در قرآن نیست، قبوله. من همونو میگیرم دستم، میرم کنشگری میکنم. آقای فرو نمیتونی گزار اولت اشتباه بود. شما گفتی که مرجع فقط منبعش قرآن نیست، گفته قرآن نیستش دیگه. اصلا نمیتونه اگه بگه قرآن نیست که زیر خوب آقا خوش باشه. این همه مراجع با این بابا مخالفن، الان چی کار کردن؟ نه ببین نوید بذار فرو ببینم چی میگه. بگو. بله بله ببین، اون تفکر غالب حکومت، اون که الان روی کاره، در یک با یک طریقی، از یک طریقی به این نتیجه رسیده که حجاب یک قانون اسلامی و داره حالا اجرا میشه اونجا. یه سری مراجع هم خیلی دشمن این هستن. من نمیشناسم از این قانون اسلامی. اما... از قرآن گرفته میشه دیگه، از قرآن گرفته میشه. نه فقط از قرآن گرفته میشه. ما اومدیم وایسو من 30 ثانیه گفتگو با فرو مونده. خب بعدم بذار تکلیفش رو بشه. 30 ثانیه خواهش می‌کنم. مرسی. ادامه بدم. فرو مایک کنسول. عزیزم. جامعه قوانین جمهوری اسلامی از چی گرفته میشه؟ شنیدم. قرآن و اطرت پیامبر. اون اسمش چی میشه؟ آفرین. منم ازشون میخوام که این حکمی رو که دادید و از قرآن بگو کدوم آیه است. اطرت پیامبر رو شنیدی؟ در نمیاد. حسن جان اون امامان اینا رو شنیدی که من الان همینا گفتم؟ اطرت به چه معناست؟ اون 12 تا امام که بعدش اومدن 400 تا قبوله بیان بگن خدا نگفته، ولی اماما گفتن. من بازم همون مطلب رو میگیرم، هستم میرم کنشگری انجام میدم. نمیگن اینا همه قرآن. ببین فرو
چیزی که در قرآن نباشه حسن حرف امام مگه حرف خدا نیست؟ نمیدونم. نه 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 من صدام ضعیفه آیا صدا من نمیاد؟ نمیدونم من صحبت. آره صدا زیره کم. آره یکم توی جایی هستم صدا ضعیف. بذار من صحبتم برسه بعد تو بگو. میان میگم حرفامون از یکی از این 400 هزار تا حدیثی که یکی از این اماما گفته. امام کم نداریم که 12 تا داریم. از اون برداشت کردیم. مگه راه در روی این کاری داره؟ بابا اینقدر آسونه که همین الان که من هیچی از قرآن بلد نیستم، واسه اینجا حجاب اجباری حکومتی میتونم چیز موجه بکنم. حجاب اجباری که از توی دین اسلام برآمده. خب شما الان دارید اشکال نداره قرآن نگفته باشه، ولی از روایات و ائمه در میارم. به درد نمیخوره، فایده نداره فراجا. قوانین اسلامی باید از خود قرآن و کلام خدا باشه. نه. همون شد دیگه. حسن میگه فایده نداره، بقیه هم میگن آره. وایسا. حسن جان، بذار من اینجوری برات اصلا زمین بازی میچینم. خب؟ تو خامنه ای آوردی، خب در تلویزیون، خب در آوردی مثلا صدا و سیما و شبکه 3 کلن همه دنیا دارن برنامه رو برادکستینگ میکنن، درست؟ شما اونجا به سخیف در این نحوی که میشه یکی رو نابود کنه در بحث نابود کرد. خب تو همون بحث هم نابود کردی که اصلا قرآن کتاب خدا نیست. خب محمد هم شیاد و پیامبر نبود. خب همه اینا ثابت شد، یعنی کلن اصلا را در رو شما همش ازش گرفتی. میدونی آخرش چه اتفاقی میفته؟ یارو میگه زور دستی منه، دوتا میزنم تو سرت، هیچ غلطی هم نمیتونه بکنی. تو گیری تو مگه میخوای بد بودن جمهوری اسلامی رو به مردم نشون بدی؟ مردمی که گرسنه‌ن، مردمی که دارن تورم چند صد درصدی تجربه میکنن، مردمی که محیط زیستشون داره نابود میشه، کشاورزی که آبش نیست، تو میخوای نشون بش بده جمهوری اسلامی بده؟ این خیلی بهتر از من تو میدونه جمهوری اسلامی بده. نکنه که کاری نمیتونه بکنه. حالا تو میخوای بگی من خوام ثابت کنم بده، بیا اصلا حالا گیر ثابت کرد بده، میخوای چیکار؟ شما صاحب کورنس فیصل، این مدلی که شما داری میگی، تو میگی یک راهو جلو پای آدم میذاری که بعد بکشی زیر میزشون همشون برن سرنگونشون کنی، ولی راهی که اسکپتیک داره میگه، راهی که از جهان سوم به سمت پیش جهان دوم بریم، نمیدونم اسمش چیه، بازوکاره. الان بگم راهش این نیست که بگیم آقا نمیشه، اسکپتیک میگه قرآن آتی زدن که کنشگری نمیشه، فایده ای نداره، که باید گفتگو کنیم. از اول مسئله حجاب معلوم شه که دستور خدا نیست، مردم فعالیت کنن، یاد بگیرن، گفتگو کن، نه اینکه آتیش بزنی. خب همه چی تمام میشه، قد میبندن، بس نمیمونه وقتی قرآن آتیش بزنی. ولی اون همون قرآنی که ادعا میکنن قوانین از توش در اومده رو از توی همون قرآن براشون اثبات کنی، خب میتونیم صبر کن، میتونیم قوانین دیگری رو که به اسم خدا و پیامبر دارن تحمیل کردن به ما، اونا رو آزاد کنیم. خب اینجوری مردم آزاد کردن، خب کشور درست میشه دیگه. قربون دارم، مردم یاد میگیرن مطالبه گری از مردم. ببین تو اگر که میخوای، تو اگر میخوای با حکومت، خب تا یه چانه نمیشه درست نمیشه. حسن ببین تو، خب تو داریم ببین گفتگو کردن، بله خوبه ها، خب من نمیگم مطالبه گری باید بسا، خب میگم این یه مورده به خاطر اینکه این وزنی تناسب نداره. خب شما نمیتونی گفتگو کنی، ببین شما موقعی میتونی گفتگو کنی. نه فرس یه دقیقه بایستی یه اصلاح بکنم. نه بایستی یه اصلاح بکنم. اینجا میتونی گفتگو بکنی، میتونی بری کنشگری هم میتونی. نه موضوع اینه که ادعای این باشه که با این میتونم انقلاب ایجاد بکنم، دهن اینا رو سرویس میکنم، قدرت رو میارم پایین. این مسخره است نوید، اصلا تو به خدا فایل رو پخش کن، ادعا رو ببین، فایل رو پخش کن ادعا ببین. اصلا بچه ها من چیزی بگم، اصلا این در مقابل مبارزه مدنی داره این تئوری رو میاره، میگه که مسیح النجات چیز اسکله که داره این کارو انجام میده، دخترها رو مثلا به فاک میده. این دخترها نمیدونن که این قا... آقا چوب رو سری سرشون شغلش میکنین. میگه شما این ستاپ، این ستاپو بچین. میگه درست ستاپو بچین، میخوام داد بزنم. میگه این ستاپو بچین، همین امشب درستش با آقای گلی گفتن. بچه‌ها این سوالو با آقای گلی گفتن، امشب ردیفش میکنن. بچه‌ها این سوالو ببخشید، یه سوال کوچولو، بذار فرو بپرسه بعدم مد. بچه من واقعا نمیدونم، اطلاع ندارم حکومت شیعه اسلامی قوانینش رو فقط از قرآن میگیره یا احادیث و امام هم مهم هم توش؟ اصلش قرآن، اونا مهم نیستن. احادیث از گزینه دوم شورای فقها،
نظر شورای فقها شده مکافات ما، اینا همه تون دادیم فراموش کنیم. مستر جان قوانین مال زنا مال نمیدونم اصل همش قرآن قرآن دارم. آره بذار بزن بگه مدی هم بگه بچه. قرآن نباشه وجاهت پیدا نمیکنه. حسن حسن بذار مدی هم بگه. من یه سوال میکنم، ببین تو یه ساختاری راههای گفتگو رو بستن، خب با اون کسی که باید گفتگو بشه و ادعا میشه که گفتگو با این فرد امکان اصلاح پذیری رو ایجاد میکنه، راههای گفتگو رو بستن، خب و برای خود گفتگو هم ارزش قائل نمیشن. خب اینجا شما میخوای چیکار کنی واسه اصلاح؟ خب اشتباه گزارت کجا راه گفتگو بسته است؟ من میرم یه دفتر فرزه، یه مرجع فرزه، نه فرزه حسن گزارش من مثال فرض الان خب الان من فارغ کنیا حسن آقا الان به بحثمون ربطی نداره الان توی آبا. ایران میشه آقا الان میتونی سوال کردم چرا ربط میرم انقلاب میکنه اون وقت میرم انقلاب میکنه مردم خفه خون بگید پس اینجا چرا آقا بود؟ شما نهایتا با علی محسن سیاست مل فارغ مسخره بود آقای سیزا چه سیاست شما الان راه گفتگو بسته نیست الان راه گفتگو بازه گفتگو بازه شما میتونید هر فردی امکان گفت ببخشید هر فردی امکان گفتگو با قدرت حاکم بر جمهوری اسلامی رو داره اینو به من بله داره ولی اون یه به یه برش حساب نمیکنه نه 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 آقا راهشو پیدا میکنم من راهشو پیدا میکنم یه آیت الله پیدا میکنم توی یه گفتگو خفتش میکنم و اونو منتظر حرفش چی گفت من که حالا شما بگید کارمو میکنم همتونم میبینید و نامم در کار حسن حسن داره ادعا میکنه که هر چی واسه شما بسته است واسه حسن بازه اینجوری داستان آقا هر چی واسه شما بسته است نامتون تو کارتو نکن اصلا تو رهبر اپوزیسیون شو خدا وکیلی فرید صدا ما من رهبر اپوزیسیون نمیشم از درون همینا درست تو چه میخوای بری زنگ در خونه خامنه ای بزنی فرار کنی حسن میگم خامنه ای چی گفته چند روز پیش صحبت خدا رو شکر اتاق ضبط میشه در تاریخ خواهد ماند که من به چه سختی با اسکپتیک در مقابل ذهن‌های مریض خامنه ای حرف زده راجع به جمهوری شما اگر این مردم ترامپ هم رئیس جمهور رهبرشون بشه با این سطح فهم دوباره همین میشه مردم باید یاد بگیرن تو زنگ خونه خامنه‌ای بزن فراق اوکی آجا بذار تونی هم بگه ناصر بچه هم بذار تونی هم بگه تونی هم بگه ناصر یه لحظه بگه چیا هستم برای گفت اینو لاجزه بده تونی بگو یه لحظه ببین حسن تو مشکل که نیست این کاری که امسال تو که طرف جمهوری اسلامی همه تون میکنید اینه که فکر میکنی اون مرجعی که میخواد جواب تو رو بده نمیدونه این حرف از تو قرآن نیومده و حکم حکومتیه نمیدونه این همه ساله کردن تو چونتون اون خونده قرآن و حفظه میدونه توش چی هست چی نیست تو رو اسکل میکنه پشت تلفن میپیچونتت یادت اون روز چجوری پیچوندت؟ گفت مسیحی هم باید مسلمون بشه اگر نه کافره خب دیگه اون بقیه از کار شما هاست چیگه اون کار شما هاست برید خفتش کنید چرا ساکت رید همه تو یه دروغی گفته یه اشتباهی کرده بقیه یه کار کنشگران ما بریم خفتش خارش رو میگانیم باشی چه خفتش کنیم آها یعنی با شمشیر بری بزنی یا چوب حمله کنی بهش به نظرت عزیزم وقتی با باتوم میزنه حتما با شمشیر میکنه الان با باتوم نمید الان خیابون شلوغ نیست الان این یه مغالطهشو میتونیم بریم دستمون تویش کنیم نه کار از دست خانه بدیم مگه نمیدونه پس میگی تلاشی نکنیم یه لحظه وایس الان تو فکر میکنی الان دقیقاً مردم فهمیدن که این چیزا تو قرآن نبوده بله. مثلا بله 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 عزیزم من بچه بودم یادمه منی که مسلمون نیستم میگفتن حجاب تو قرآن نیومده خب هیچ کی پیشو نگرفته بله خب پیشو چی میگه اینو خودی شیر چرا میگه اصلا آقا این اصلی که میگه خیلی بستم سال 58 از سال 58 گرفته خب اگر مردم همه با هم سب کن آقا اگر مطالبه گری میکردن این موضوع که تو مجلس میرفت و برداشته میشه این مردم مطالبه گری میکرد آقا واقعا یه دقیقه باشی مایکو ببن ناصر یه دقیقه باشی ببین جمله همینه دی اصل قصه همینه اگه مردم مطالبه گری میکردن چون که تو مجلس رفته بود قانون هم شده بود حالا که تو مجلس نرفته قانون نشده پس معلومه مردم مطالبه گری نکردن الان چقدر ساده میشه موضوع
شما میگی من بیخیال شم این موضوع کاری نکنم؟ نه چون فایده نداره. نه راهکار شما چیه حالا؟ ببین کسی که نقد میکنه راهکارم باید داشته باشه دیگه. راهکار رو بفهم. وایسا الان میگم نقد ما یه دقیقه وایسا علی جان یه لحظه باش. نقد ما به مطالبه گری تو که نیستش که. مطالبه گری تو خیلی هم باحال، دمت هم میگم، کار درستیه. خب نقد ما به این توهم است یا به این استدلال است که بیا یو حلش میکنیم میره تموم شد. اینج این که شما فکر میکنید مبارزه مدنی راه حل نیست. وایسا علی جان من انداختمش پایین برو با این حمایت. نقد ما اینه که شما بگی کار من درسته، مطالبه گری که حسن کرده درسته، مال بقیه اشتباس، مال مسیح علی نژاد اشتباس، اون فایده نداره، کاری که من میکنم تموم میکنه کارو، اصلا میریم میزنیم مجلس هم میزنیم و اینا. این ادعای نقد ما و فکر کنه و اینم اضافه کنم حسن جان، نه اینم اضافه کنه بهش که اینا که این کارو میکنن نفهمیدن که این قانون حکومتی. آقا اصلا میگیم فهمیدن بچه هیچ کاری وقتی که کارشون اینه دیگه عزیز دلم، وقتی فهمیدن کاری نکنی چه فرقی میکنه؟ سکوت نیست دیگه، وقتی روسری در میاد دیگه سکوت نیست دیگه، داره عملی کاری انجام میده. آقا مگه شما نشنیدید که 200 گفت به اسم اینکه خدا گفته داره مردم رو سرکوب میکنه، میگه خدا گفته. عجب بابا گرفته، من دارم پاسخ از امر توزیع واضحات اصلا نمیشنوی. توزیع واضحات حسن نمیشنوی آقا، دونه دونه بچه‌ها. من حسن بگم، حسن جان راه‌های مبارزات متفاوته دیگه، یه سریش مبارزات مدنی، یه سری گفته بود. الان حجاب چجوری برداریم؟ حجاب چجوری آزاد کنیم؟ دو تا همون که دختران در خیابان میبینن این چی میگه؟ ناس چی میگه؟ ساعت اتاقو نیار پایین بابا، دارن بار میدارن بدون اینکه اصلا فکر بکنن که اصلا آیه خدا هست یا نه. دختر اصلا انجام نمیشه. ببین وقت اینجوری فایده نداره که یه دختر تو کوچه خلوت پلیس بگیره میبرتش، چرا باید تنش بلرزه دختر مردم؟ باید آزاد راه بدون استرس باش بیا تو خیابون، چرا باید روسری با خودش برداره ببره تو خیابون؟ عزیز دلم وقتی همم بفهمن حسن جان باید آخر بردارن دیگه، وقتی هم همه بردارن بازم دوباره بخواد بزنه تو سرش دیگه، تو سر دختره. حالا این دفعه یکی یکی میزنه، اون موقع ساعت ساعت حالا تلفات هم داره، یعنی آخرش آخرش به اونجا میرسه. شما این راهی که شما میگی مردم نمیدونن به خاطر این بر نمیدارن، اگر بدانند و به خاطر دانستن و آگاهی بردارن، سیستم اینجوریه که میذاره تو سرشون. من همیشه راهکاری که میگم کم هزینه ترین راهکاره، هم مثلا شکایت نشه از اون از لحاظ جان. اگر همه کم هزینه ترین راهکار لزومن نه گوش کن، کم هزینه ترین راهکار لزومن افیشنس ترین راهکار نیست، لزومن این راهکاری که کم هزینه است. من مانند گالیله نیستش که جواب هزینه ها رو پرداخت. من گالیله هم در زمان خود آقای حسن قبل من و شما خیلی ها این هزینه ها رو با جونشون و خونشون پرداخت کردن. این حرفای تو چرت و پرت حرفه. نه تونی جان تو هم آخه اشتباه میکنی. ببین تونی جان تو هم داری اشتباه میکنی. به دنیا عوض شده، الان همه مذهبی یه موبایل دستشونه، و با گفتگو با همین چلنج ها و همین که اینطوری داره توسعه پیدا میکنه، کاری که حسن داره میکنه. موقعیه که اون آخونده که تو میخوای اون مهم نیست، مهم جامعه. ببین جامعه هدفمون از رهبر جامعه رو ولش کنه. نه جامعه مهمه، اصلا هدفمون آخونده نیست که اون بالا نشسته، هدفمون اوناست که از اینا فالوورن. هدفمون اوناست که اینا رو فالو میکنن. گوش کن دقیق، همه جامعه میگه من حجاب نمیخوام، تا اون آخونده امضا نکنه فایده نه. اینطوری هم نیست دیگه، هر 20% دارن دفاع میکنن. نه دقیقاً همینه که تو میگی. یعنی چی اینطوری نیست؟ تو حسن میگه قانون رو میخوایم عوض کنیم، چی میگی دقیق؟ نه ببین جا آره ببین تب ببین شما گروه هایی که از این گروه های افرادی قانون رو میخواییم عوض کن، در واقع جواب منو بده نه پیچون. آیا ممکن نیست کنید قانون عوض کرد؟ آیا میشه قانون عوض کرد یا نه؟ قانون رو میخواییم اینجوری عوض کن. آیا میشه قانون رو عوض کرد؟ من خیلی ضعیفه بچه ها. آره اصلا نمیزده، بذار تونی بگه نمیزده.
عزیزم شما میگی ما بریم از اون مراجعا بپرسیم اونا رو توجیه کنیم که به گوش بقیه برسیم چی دارن میفهمن رهبرم میشنوه بعد قانون عوض میشه شما اینو دارید نه خیرم نه خیر استرم فلسیش خیلی شایع در میان ایرانیان خب من هم حرفی دادم راهش اینه صبر الان بگو گوشی دست همه است دلغک منظورش چی گوشی دست منظورش اینه که مردم همه مطلع میشن که امر خدا نیست نه، این وسط چند پروردگار یا چند تا آدم سیاسی را میفته توی مسجد تمام مراجع عزیزم چی یعنی چی؟ گفت گوشی دست تمام مراجع هست اینو بگو نمیفهمم تونی چی میگه من دارم مسیر موفقیت این کار رو میگم ای بابا تونی بچه بذار فرش بگه یه لحظه وایستا اول اینکه میگه کنشگری انجام نشده برای اینکه بدونی سال 58 موقعی که هیچ حجاب اجباری فکر کنم سال 60 حجاب اجباری داشتن قانون میکردن خب خانم‌ها ریختن تو خیابون اعتراض کردن هیچکی به پشمش هم نگرفت خب اینی که نمیره تو مجلس اون نماینده مجلس وقتی که میاد امضا میکنه که من التزام عملی به قرآن و اسلام دارم 100% قانون بی حجابی بر نمیداره ببره تو مجلس خب تو میای میگی که آقا این اینجوریه ببین تو نماینده مجلسی مستقل داری رسانه‌ای مستقل داری ابزاری دموکراسی کدومش مستقله قوه قضاییه مستقل داری که اگه دختری مردم مثلا نیرو انتظامی زد من بردارم برم پیش قوه قضاییه مستقلا بگم آقا این با این دختر بد رفتاری کرده قوه قضاییه بگیرش و جنوش کنه نه هیچ کدومش نداری تو یک سیستم یک پارچه داری که همش به هم متصله همشون هم دستور یه فرد رو اجرا میکنن خب منویات رهبری خب بزرگترین چیزی که اینو باید بهش پایبند باشن حالا تو فکر میکنی که مثلا من رفتم تمامی مراجع تقلیم خب امروز گیریم شروع کردن گفتن آقا اصلا این حجاب اجباری ما اشتباه کردیم کلن حجاب خب نه تو قرآن اومده نه تو سنت اومده نه تو احادیث اومده هیچ جا نیومده ما اشتباه کردیم خامنه‌ای میگه من میخوام باشه میخوای بگی چی نمیتونه الان من برات مثال میزنم طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ کشوری حق نداره در ایران پایگاهی نظامی داشته باشه از مرز نظامی ایران استفاده کنه یا در ایران نیرو نگهداره سر داستان سوریه روسیه اومد نیروهاش رو اینجا نه قانون اساسی به پشم کسی بود نه مجلس به پشم کسی بود نه رئیس جمهور به پشم کسی بود یه حکم حکومتی دارن گفتن آقا همین تو موقع چی کرد قانون اساسی من به کس افسری سو حالا تو میخوای بگی چی بعد دیشب رفتی به انتخاب اسکپتیک دو اسکپتیک نقد میکنی یا کو استدلال چه ربطی به کلام خدا داشتی حرف تو به خاطر که بحث خامنه‌ای نه اگر خامنه‌ای بیاد بگه حجاب اجباری من ور نمیدارم و اثبات بشه که خدا نگفته خیلی فرق میکنه با یه امر نظامی که پایگاه ایران بسن 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 ناصر بابا سه ساله برای کسشن ناصر میاد وقت درفه چی میگی؟ حسن یه گفت میدی اگه صدام خوبه الان ناصر با اجازه بده نگو دیگه اوکیه آقا تو داری در مورد قانون صحبت میکنی قانون امری سیاسیه قانون اسلامی از کجا میاد اصلا مهم نیست از کجا میاد قانون امری سیاسیه مجری قانون دستگاه سیاسیه کتاب سنت اجماع و عقل یه لحظه باشی آقا اینجوری که نمیشه که یعنی چه همینجوری هر کی هر وقت پانک فاهم میکنه یه لحظه زیاده بده از این وقت ماک باز بکنید میندازم پایین تمام شد دست من بند بود نقص ولی ماک واکنی میندازم پایین نوبتی داداش دونه دونه صحبت میکنیم اگر کسی کامنت داشت ماک میزنه تمام شد رفت حسن جان
بگو کسی دیگه مایک وا نکنه، خواهش میکنم کسی مایک. آقای فرسفالن، قانون جمهوری اسلامی ایران از کجا میاد؟ از دین میاد. خب بعد بفهم. نه، جمهوری اسلامی میتونیم تعریف کنیم. جمهوری اسلامی یه چیز موهومیه، با جمهوری اسلامی توصیف ندارم. توصیف ندارم. موهومیتش ندارم. اینه که دو آب خشک برای من توصیف کن. ببین کار به قبول داشتن شما ندارم. جمهوری اسلامی تعریف داره. تعریف کن جمهوری اسلامی رو. جمهوری اسلامی میگم که تو آب خشک برای من تعریف کن تا جمهوری اسلامی برای تعریف کنم. آقای پرسپولیس، جمهوری اسلامی تعریف داره. میخوای تو گوگل بخون. شما جمهوری اسلامی تعریفی نداره. من که دارم بهت میگم که آب خشک کسی نمیتونه تعریف کنه. جمهوری اسلامی تعریف نداره. جمهوری اسلامی قوانینیه که مبتنی بر شریعت اسلامی و قرآن باشه. قرآن برم در ایران از کشور ما استفاده میشه. خب تمام شد از تعریف جمهوری اسلامی. بند 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی بند 4شو بخون، میگه که تمامیه قوانین جمهوری اسلامی باید از قرآن گرفته شده باشه. اصلا نمیتونی تمس اقلا بفهم. درست. خب از قرآن گرفته باشه. اوکی. الان حالا جمهوری اسلامی آقا میتونه بیاد خلاف قرآن حرف بزنه به نظرت؟ آقا اصلا ما ثابت کردیم. ثابت کردیم که از قرآن نبوده. صبر کن دیگه. بذار با فرست بلند داریم ببینیم چه میشه. آقا ببین این موضوع از دین اومده. خب از دین اومده. مثل اینه که بگی که برگی کتاب درخته. خب درسته یه روزگاری درخت بوده، الان دیگه درخت نیست. خب الان قانون جزء سیاسته و اینفورسر داره براش. خب برای این قانون اینفورسر وجود داره که مجبورت میکنه این کارو بکنی. دستگاهی سیاسی تو رو وادار میکنه این کارو بکنی. حالا میگی تو دین نیست، میگه تو دین نیست. قانونی من دستگاه سیاسی من پشتم، اینفورسر من پشتم، میخوای چیکار کنی؟ نمیشه دیگه. نمیشه دیگه. قرآن اسلامی تمامی قوانینش مبتنی بر قرآنه. آرش وایس، آرش مایک اون. یه لحظه من چیزی بگم. کمک بچا فرستاله، کمک نمیخواد ماشاءالله. نه 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 فرست کمک. اصلا مگه داریم مسابقه میدیم؟ اجازه بده. فرجان بود با خود فرستاله بیا چه برسیم. باشه. منم هم کامنت خودم رو بذارم، اجازه بده. آقا اصلا الان مگر حجاب مگر چیز نیست؟ مگر قانون حکومتی نیست؟ الان به همون ثابت شده. بله. مگه اجرا نمیشه؟ بله. خب الان هم فهمیدیم که این قانون اسلامی نیست. میدونیم هم که اصلا قانون و شریعت مبنای این حکومته. خب چه چیزی، چه مشکلی از ما حل شده؟ حکومت میگه که امر خداست، کم نمیاد. چه مشکلی؟ نه چه مشکلی از ما حل شده؟ الان حکومت یک قدم عقب میره یا اگه حالا عقب رفته میره که نه باید یک نشان از سال 60 نمیدونه باشه دومه بدم به خاطر یا نه فکر دیگه زایید مثلا دارم کامنت دارم کامنت میذارم رو حرف خیلی خوب دارم دو داری دو داری فرسفاله به این از چه برسن یه داره باشه از دستین حسن چقدر حسن جان ببین اینجا مسابقه کسی با کسی نمیده. هی میگی اینو به اون کمک نکن. اون اومده بهش کردم لات هایلات منو. بذار بقیه گوش کنن میگه. با فایف فالن داشتم حرف می‌زدم. یه دقیقه گوش کن. اینجا مودریتور داره، مودریتور میتونه بیاد واسه. من اینو گفتم همه اینا مثلا فرض چیه؟ این رفتار این شکلیه. چی داری میگی؟ اصلا یه دقیقه وایس دیگه. مسابقه که نیستش که میگی چرا اومدی به کمک این چرا داره اونو میگه. داریم بحث میکنیم با هم، فقط باید یه جوری بحث بکنیم که بشنویم صدا همو. همین داره صحبت میکنه دیگه، وسطش نگو داری کمک میکنی به پس. چی مسخره بازی؟ با یکی دیگه هم یکی دیگه داشت صحبت میکرد همینو میگی. تو فکر میکنی باید برنده بشی؟ قرار نیست که اینجا برنده بشی. نوید یه گفتگوی دوره باشه. نه 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 من تشخیص میدم گفتگو دو نفره باشه، سه نفره باشه، کی مایک واکنه کی وانه کنه. بگو فروج. مرسی نوید. ببین من منبع قوانین حکومت جمهوری اسلامی آوردم، یک قرآن، دو سنت، حالا روش میخونم. دومین منبع قانونگذاری در اسلام است که فقیهان با مراجعه به آن احکام صحیح زندگی را استنباط میکنند. این منبع عظیم اسلامی مطابق نص صحیح قرآن لازم اتباع است. اتباع است نمیده این چی؟ مطابق عقیده سنی سنت عبارت است از گفتار، کردار و تقریب پیامبر. اما شیعه با استناد به حدیث معروف ثقلین معتقد است که مقصود از سنت گفتار، رفتار و تقریب پیامبر و امامان معصوم است. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما فقط قرآن نیست، یک سنت هست، یک عقل هم ما تازه داریم.
اگه به طبق سنت هم بریم، یعنی از این 400 هزار تا حدیث که هستن این اماما گفتن هر کدومشون طبق حدیث ثقلین که شیعه بر پایه اون داره رفتار میکنه، از یکی از این حدیث ها حجاب اجباری میکشن بیرون. خیلی ساده است. من واقعا این بحث رو میخوام یه سری در احادیث هم حجاب اجباری نداریم فاروق عزیزم، نداریم. نه حسن، این خیلی ادعای بزرگی، فاروق نداریم. نوبت دارم من با آقای لطفی یا آخونده تو مجلس هم هستش، هفته پیش صحبت کردم حسن جان، اصرار کرد حسن جان من خسته شدم نه بازی نه آقا نیست نه نداریم چیکار کنیم نیست تو درست میگی میخوای چیکار کنی بگو آرش باش من میخوام حجاب آرش حسن وایس باشه 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 بگو آیا مصطفی الان خدمت شما میه الان چش یه لحظه آرش آیا مصطفی ماجزه آیا مصطفی آرش صحبت شروع کنه بعد میایم خدمت شما بگو. ولایت مطلقه فقیه هست که تعیین میکند چه چیزی در اسلام هست و چه چیزی نیست. کلام ولی فقیه کلام خداست. اگر تمام مراجع هم بگویند که یک امر کلام خدا نیست، کلام ولایت فقیه غالب است. تمام کل کاری که حسن میکنه عالی آرش قبوله. بیاین بگین کلام ولی فقیه هست، بگین کلام خداست. آرش جون بسم الله من قبول دارم. تو از خود بیاد بگه کلام امام خامنه ایه، نگه خدا گفته. من به همین جا هم برسم همونو میگیرم دستم میرم خودم به سرم میکشم جلوی مجلس دم دفتر مراجع نمی کنم. باشه ما نگفتیم این کارو نکن. بگویم نوید جان درود به همگی شما عزیزان. کشور ما قانون نیست که ادارش کنه، فتوا و دستور شخصیه به نام خامنه ای. ای بابا بحثتون منحرف. دلیل درستی حرف شما ببینید، مثلا مثالی میزنم، نشریات و مطبوعات ماده 24 اصل 24 میگه آزادن، کجاش آزاد بوده؟ فتواست که مملکت میگردانه، تفتیش عقاید ممنوع. آیا واقعا اینجوره؟ نه. اصل 27 ادعا داره مردم هر قشری حق را پیمایی دارن، پلیس باید بیاد تظاهر کننده حفاظت کنه. آیا اینجور بوده؟ نه. آموز پرورش تا پایان تحصیلات 9 کلاس 9 باید مجانی باشه. اصلا این قانون از قوه به فعل درآمد یا تعطیل شده؟ تعطیل شده. هیچ کسی نمیشه دستگیر کنی، ماده 32 میگم، مگه به حکم قانون. آدم هست، معلم هست، سالیان سال زندان همینجور گرفتنش، حکم دستگیری هم نبوده. نمونه برجستش همین آقای نخست وزیر امام و زنش. شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوعه. آیا واقعا اینجوره یا قوانین اصلا لگدمال شده؟ ببینید ماده 49 میگه اگر پولی، رشوهی، دزدی، چه میدانم، قصد شده باید به صاحبان اصلیش برگرده. آیا چنین قانونی از قوه به فعل در آمده در این کشور یا در میاد؟ نه. شورای نگهبان وظیفه داره رهبر رو خل کنه اگر خلاف کنه. اصلا شورای نگهبانی در کار هست که آقای خامنه ای ملک مردم رو داره الان میفروشه؟ آقای حسن آقا اشتباه نکو عزیزم. شما اینو بگی سوال من چی بوده و داری چی رو پاسخ بدی؟ آره سوال شما اینه، وقتی میگی قانون، قانون اینی کشور با فتوا میچرخه. سوال من این نبود آره مصطفی، سوال من چی بود؟ اجازه بده عزیزم. بچه ها بعضی ها شما سوال من چی بود آقای مصطفی، داری چی رو پاسخ بدی؟ شما داری وقتی میگی قوانین نشأت گرفته از قرآن، انگار مثلی که این قوانین از قوه به فعل در میاد. کشور قانون داشته میکنه. شما حرف در میشه بعد صحبت کنی سوالا بچه ها اینجا شعور دارن سوالا کن که توضیح بی خودی ندی. من دارم میگم که آیا حجاب اجباری برای غیر مسلمان امر خداست یا حکم حکومتی است؟ خدا هیچ امری به کسی نکرده و مطمئن باش که تو برای حجاب اجباری هیچ امری نکرده، ولی اینا میگن امر خداست. طبق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. متوجه شد؟ این اصل 4 قانون اساسیه که جمهوری اسلامی میگه قانون باید بر اساس موازین اسلامی باشه. میاد پس نمیتونن بگن خدا نه. گفته تموم شد. باشه باشه. واسه حسن جان
موازین اسلامی باشد، خب میگه باید بر منطبق بر موازین اسلامی باشد، بر اساس موازین اسلامی باشد. خب ولی وقتی شد قانون دیگه میشه قانون حکومتی. خب حالا تازه آقای مصطفی میگه تازه قانونم که بشه مگه بقیه شو اجرا کردن که این قانونم اجرا کنه؟ هزار تا قانون دیگه هم نه بابا نوید، این میگه آقا همین که من اثبات بکنم از سمت خدا نیومده من خیلی کارا میتونم بکنم، درست میگم؟ اصلا یه گفته دیگه. نه 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 نه، این میگه که من اثبات بکنم از سمت خدا اومده میتونم برم باهاش کنشگری بکنم. من میگم باشه، فقط دو تا کارو نکنید. یکی اینکه فکر نکنید این کنشگریتون همون کنشگری مدنی اندازه همون جواب میده، نمیده. خب چون کنشگری مدنیه که فعلا جواب داده. چرا میگم کنشگری که مدنی که جواب داده؟ چون کاری که شما کردید و خیلی ها کردن، این توهم هم نزنید که شما نفر اولید و انقلاب را انداختید و این سوال رو هیچکی تا حالا مطرح نکرده بود. خب این توهمات هم نزنید. دلیل این که میگم کار شما جواب کمتری میده نسبت به کنشگری مدنی، برای این که لنگه شما بسیار بودن و نتیجه نگرفتن، نتیجه خیلی، حالا نه نتیجه نگرفتن، خیلی 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 کمتر از کنشگری مدنی نتیجه گرفتن. این دوتا ادعا رو تو دیگه نمیتونی بکنی دیگه، آقا انقلاب کردم، ادعایی که اسکپتیک کردیم بود، بابا ما ادعای کار داریم. نوید من یه چیزی بگم. ببین شما حتی اگر تمام مراجع رو متقاعد بکنی آقا این حکم مال خدا نیست، چون هستی اصلی قدرت نمیپذیره، تو این مسیر شما فقط میتونی جامعه رو آگاه بکنی. نه الان همسر متقاعد هستی اصلی قدرت نمیتونی تأثیری بذاری، نمیذاری، نمیتونی. اتفاقا در همین فایلی که پخش شد حسن فقی، گوش کن، این خانم مسیح علی نژاد و امثال بسیار تاثیرگذارتر بودن با کنش خودشون روی اصل حاکمیت تاثیر بیشتری گذاشت. این مدل کنش من چیه که همه مردم یاد بگیرن برن به مراجع، به امید واهی مطالبه گری کنن؟ آیا امید واهیه؟ یعنی هیچ کاری نکنن؟ نه 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 نه، شما نتیجه بده، چون که ببین اصلا آزموده را آزمودن خطاست. خب با همین امیدی واهی اصلاح طلبا 25 سال با همین ایده، با همین ایده اصلاح طلبا 25 سال مردم رو سر دووندن. خب به امیدی همین چیز، به همین امیدی واهی. مگر تو الان وسط انقلابی که من بیام تو رو بگم انقلاب نکن؟ مگه من به مردم فراخوان دارم بیام تو خونهشون؟ الان که همه چی امن و امانه، یعنی چقدر استرام فلسی میزنی؟ الان مگه شلوغی ها زمانی حرفتو درسته که الان دارن انقلاب میکنن، مردم حکومت رو داره نصفش رو زده داره فرو میریزه، این آدم اومده میخواد 25 سال دیگه ما رو سر کار بذاره؟ نه 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 حسن جان، حسن جان با من یه لحظه ببین، یه لحظه بایست حسن بذار با من صحبت کنیم، اینقدر نگو حریف می طلبم و اینا رو بذار کنار، با هم دیگه صحبت بکنیم. خب شما میگی من ادعا اینه، اگه ادعایی نیست ادعا رو درست کن. ادعای حسن و اسکپتیک و کسانی که این ادعا رو دفاع میکنن اینه که فعالیت مدنی رو بذارید کنار، این چیزی که ما تو این فایل شنیدیم، اگه اشتباه شنیدیم تو میتونید ادعا رو عوض کنید. فعالیت مدنی دیوونه بازیه، ضرر داره، آدم رو میکشه. فعالیت مدنی به اعتراضات مدنی میگن که شما نافرمانی بکنید، بهش میگن نافرمانی مدنی. یه نافرمانی مدنی رو بذارید کنار، نافرمانی مدنی نکنید. خب یعنی توی اجتماع نافرمانی بر علیه قانون نکنید. خب اگه قانون حجابه بذارید سرتون باشه، چرا؟ چون هزینه براتون داره. خب این خانم مسیح علی نژاد رفته، این همه دخترها رفتن زندان، کنشگری مدنی چیه؟ کنشگری مدنی چیه؟ چون نافرمانی تعریف کرده حالا کنشگری شده. باشه باشه یه لحظه وایستاد، من دارم ادعا رو مطرح میکنم، بعد برو جلو گوش کن، بعد میریم سراغ تعریف. بذار ادعا رو کلیار کنیم با هم، بفهمیم موقع دامون یکیه. میگه فعالیت مدنی رو بذار کنار، بیا این که من میگم بکن. خب حالا اینجا یه بار میگی نافرمانی رو، نافرمانی باشه، نافرمانی مدنی رو بذار کنار، این کاری که من میگم رو بکنی. چی؟ این بیایید بریم قالیباف رو وردارید بیارید اینجا، حالا داره مثال میزنه ها میفهمم، بیارید اینجا باهاش صحبت بکنیم، این ستاپ رو اگر بچینید حل میشه. چی میشه؟ قوانین رو دیگه بعد از اسلام نمی کشیم بیرون، میگیم آقا حکم حکومتی، قوانین حکومتی باید عرفی
تعیین بشوند، خب با عقل تعیین بشن، خب خدامدارم نیارید ها، درستم میگه، خب ادعا اینه خدامدارم نیارید ها. حالا نکته چیه؟ من به حسن گفتم بره این کارو بکنه و انقلاب ایجاد کرد، یه مثالم براش میارم، میگه نه این کارو کردیم، و حسن گفتم بره این سوال مطرح کنه، این سوال به ذهن هیچ کس نرسیده بود، انقلاب ایجاد کرد. این ادعا درست الان ادعایی که اسکپتیک کرده همینیه که من گفتم یا نه؟ نه. حالا شما حالا به ادعا رو تصحیح کن بفرمایید. ادعا رو نمیگه که دیگه هیچ کی اون کارو نکنه. منظورش اینه میخواد بهتون اشتباه رو بفهمونه. باشه منظورش نمیخواد تفسیر. باشه الان میگه نه دیالوگ دو نفر است. ده ثانیه سب کن نمیگه دیگه نمیگه منظورش چیز دیگه بود. بذار فایلو پخش کن، بری فایلر رو بیار. باشه ده ثانیه هم بدونم فایل بایستا فایلر رو آماده کن فرید، ده ثانیه ایشون بگی ببینیم منظور ایشون چیه. بگو ایتون میخواست بعد اشتباه بودن عمل سوزوندن قرآن رو بهتون حالی کنه، نگفت که نرید نافرمانی مدنی کنید که فهمیدی. الان از اون رد شدیم، الان داریم راجع به ادعای دوم صحبت میکنیم، از اون رد شدیم. ادعای دومی بود که نافرمانی مدنی جان. میگم که میخواد بقیه بچه هم صحبت کنن، خب آره. نظر هم بگیریم ببینیم اگر صحبت دارن حرف بزنن. نه بذار حسن رو شکست بدیم مثل خودش. نه باش تو فرید داری کمکش میکنی، کمکش میکنی. حسن گفت آره کم آورد، کم آورد گفت آره میخواد داره نفس بگیره حسن. کمکش کردی فرید، باش بریم نفره حسن تطریق کرد لامصب ما رو شکست داد. خانم فرناز رو بشنویم. خانم فرناز بفرمید نظر شما چیه؟ بچه ها نوبت منه، من اصلا نمیخواستم سیاسی صحبت کنم، گفتم حالا نوبتتون دیگه واسه دل حسن هم بشه صحبت کنم فرمز. بله نه من الان حرف بزنم اصلا به یه طور دیگه میشه روم، ولی میخواستم بگم که راجب اون تیکه از صحبتش که میگه که قرآن کارشناسی بشه درست میگه، به خاطر اینکه حجاب هنوز... رو گفت کارشناسی بشه قرآن نگفت، اشتباه فهمیدی. من شنیدم گفت قرآن حسن بذار بقیه حرف بزنن دیگه حسن خواهش میکنم بذار اشتباه دارم بذار حرف بزن. حسن الان گفتش که نه من قشنگ شنیدم صحبتش رو، گفت قرآن هنوز کارشناسی نشده، نه گفت قرآن باید کارشناسی بشه، من اینو شنیدم. حالا دوباره اون تیکر نه آخه این تیکر بعد همه روش چیز داشته باشین دیگه، اون تیکری که میگه قرآن باید کارشناسی بشه. حالا در هر صورت اون تیکه‌ای که میگه قرآن باید کارشناسی بشه رو درست میگه، چون کارهایی که راجع به متون دیگه شده، متون مذهبی دیگه شده، هنوز روی قرآن انجام نشده و این که تفسیر شده از نظر تاریخی مورد بررسی قرار گرفته، مثلا کارهایی که مدی من گوش میدم که تو کلاب هاوس میکنه که مثلا میگه که نمیدونم یه سری اشعار یهودی بوده و یه فرقه از مسیحیت، یه دینی که جدا شده از مسیحیت بوده و تلفیق از اینا بوده و قرآن قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد کاملش بوده و از این حرفا، از این داستانا هم راجبش شده، تفسیر هم شده، ولی اون کاری که باید می شده هنوز نشده و اون کاری که باید می شده و نشده این نه تفسیر بوده نه از نظر تاریخی مورد بررسی قرار دادن، از نظر یعنی تأویل نشده. یعنی مثلا اون کارایی که مثلا یونگ راجبه متونه
دینی انجام داده هنوز روی قرآن انجام داده نشده. و مثلا دیگه خیلی شاخ ما مثلا عبدالکریم سروش اومده گفته که چرا تفسیر میکنین، بعد تعویل کنین، بعد وقتی بهش میگیم که خب تو تعویل کن میگه من که بلد نیستم که، ولی فقط ولی اینو بلده که میگه که تفسیر نباید بشه بعد تعویل بشه، بعدم میگه که در حیطه تخصص ما نیست، خیلی مثلا دانش خیلی 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 زیادی توی همه زمینه ها میخواد. بعد خب وقتی که هنوز یه منبعی ما داریم که کاری راجبش صورت نگرفته و اینطوری خامه و مثلا هنوز خودمونم توش گوگیجه گرفتیم، حالا مثلا بسوزونیم نسوزونیم نمیدونم چی کار کنیم، اصلا هنوز نمیدونیم این چی هست و بیان بسوزونیم، مثلا من از این جهت موافقم که هنوز با یه پدیده ناآشنا روبرویم نسبت مثلا به متون دیگه، خیلی خیلی اسطوره شناسی شده، انسان شناسی شده، مو رو از ما سعی کردن بکشن بیرون، ما هنوز توش موندیم و هنوز به نظر من کار داره که روش انجام بشه، نه این که فقط بیایم بگیم که آره اینو خود مثلا بگیم که اینو خود محمد نوشته، اوکی نوشته، اینو خود محمد نوشته قبول داریم، خدا هم نیست، محمد هم یه شالاتان بوده اومده نوشته، ولی از این جهت که اوکی یه شالاتان اومده نوشته چرا انقدر با اقبال عمومی مواجه شده، هنوز راجع به اینا صحبت نشد، یا پس زمینه این آدمای اونجا چی بوده که اینا انقدر قبول کردن، چه فرهنگ اونجا حاکم بوده که انقدر مورد قبول واقع شده، اگر نه که آره نه خدایی هست و یه آدم مثلا نابغه شالاتانی هم اینو نوشته. من از اون جهت هنوز یعنی شما میگید که از این جهت که آقا باید بررسی بشه و در فروسی زتتی چون میشنوی حسن بذار بر چهارف بزنم ما با تو خیلی صحبت کردیم، بذار برگم صحبت کنم دیگه، اومدم بالا بند خدا ولی من میره نه فردا صبح من زنگ میزنم بچه ها بیاید ببینید که چیکار میکنم. باشه نرو حسن بگو. خب سلام به همه دوستان عزیز، اولا راجع به کتب که آنالیز شده و نشده اون برای مذهبی ها هیچ فرقی نمی کنه، چون مسیحی هم الان خیلی چیزها رو قبول ندارن که حتی تاریخ نشون داده راجبشون. این اولین مسئله. دومی مسئله راجب حجاب که میگه نیست در قرآن، که اصلا تیز حجاب رو داریم، حالا باز هم بگیم اصلا نیست، حداقل 20 تا 40 حدیث ما راجب حجاب داریم که مال ائمه است، اینا رو میخواین چی کار کنین؟ بعدم اینی که میگین پرسشگری کنین و برین نمیدونم حقتون رو بگیرین و اینا، رفع اصلا اتفاقا کارش باشن از استاد، چون یه زمانی هم استاد یک که اومدی اصلا خب. آقای زدی پایین دیدم اومدم، آقای زدی اگه میشه بیا بالا ادامه دارم. بعد مسئله دیگه اینه که عزیز من راجب حجاب که میگی تیز کنین، آیت الله طالقانی صحبت کرد، چه فایده ای داشت دیگه؟ از اون معتبرتر که نداریم تو کشتنش. خب حالا کی آیت الله رو کشتن درسته؟ که طبق قانون نباید کشت درسته؟ پس کی میخواد بره این تیزو بخواد درخواست؟ همه ما، همه اونایی که تو خیابون میرن شعار میدن انقدر شجاعانه که جونشون میگذرن، همه تون موظفین که این مطالبه گری رو بکنید، از هر آخوند و مسئولی که میبینید که آقا شما ادعاتون اینه که از خدا و قرآن اینو گرفتید، خدا کجا گفته؟ آقای حسن 150 بار گفت اینو. باشه آقا مطالبه گری بکنید، این خیلی مهمه. چرا کسی نگفت نکنید، بکنید مطالبه گری بکنید بچه ها، ولی حواستون باشه دارید چی کار میکنید. حدیث رو دارن، قرآن رو دارن و هزار یک چیز دیگه دارن. همین اخیراً کی بود داشت میگفت جز سنت تیز جز چیه فرهنگی ما حساب میشه، حتی جز اسلام هم حساب نشه، اما فرهنگ هر جامعی هم دینش میسازه. بعد این تیز اشتباهیه، ما اصلا بیایم الان همین الان یه کاغذ بگیریم که حجاب جز اسلام نیست، اصلا حجاب برای اسلام بده، تو فکر میکنی با این میتونید قانون رو عوض کنی؟
اولا قانونی که ما داریم جان؟ بله میتونم. خیلی خوب، یه سوال ازت دارم. قانونی که ما در ایران داریم قانون اسلامیه؟ بله. در قرآن سه قوه‌ای که نام برده شده رو میتونی برام نام ببری؟ نه سه قوه نام برده نشده، قربونت برم. قوانینی که ادعا میکنن از قرآن گرفته شده. نه. این قانون اساسی حسن حبیبی نوشت، از اون قانون اساسی فرانسه هم نوشت از زمان. بعد آوردن تبصره بهش اضافه دادن. تموم شد. یعنی تو اگه قانونم عوض تلی داشته باشی قانون نمیتونی عوض کنی. هیچ چیز حالا تو قانون عوض نشده. یعنی این کارو نکنیم. چی کار نکنیم؟ یعنی این تلاشو بیخیال شیم. حسن این کارو نکن. حسن این کارو نکن. حسن هیچ کی بهت نمیگه این کارو نکن. میگه اون نتیجه ای رو نداره. اونجا ادعا شده. تو بکن. یعنی شماها با اونایی که شلیک میکردن به سر و قلب یا جوانات و خیابون هیچ فرقی ندارید، به خصوص تک تکتون ناصر نوی، خصوص تک تک خب میخوای منم یه مغالطه توسل به احساسات بزنم؟ استاد بزرگت هم یه موقعی میگفت شما چهار نفر رو اینجا دعوت کرد و میگفت قانون اساسی رو عوض کنین، من میرم پشت در اتاق خوابش میکشمش بیرون فلان میکنم، درسته؟ میخواینم طالبانی تونست خمینی رو از اتاق خوابش بکشه بیرون که استاد بزرگ بخواد بره پشت در اتاق خواب رهبری بکشه. حالا شما این حرفا رو میزنید بیشتر بهتون میخوره سایبری بشید که مردمو ناامید میکنید. من سایبری نه که واقعیتونو میگم. من ناصر شما که خیلی رفتارتون چیز داره، سایبری گونه تره که اگه من یک اشاره کوچیک فقط به کنشگری حسنه. یه دونه باگ داره این وسط. ببینین از من با پیش‌فرض حسن میرم جلو. از لحاظ حسن قوانین جمهوری اسلامی فقط از روی قرآن، خود در صدی که من گفتم نیست بارو دلیل آوردم، فقط از روی قرآن. اوکی، ما اثبات میکنیم که در مورد حجاب توی قرآن هیچ کلمه ای گفته نشده، یعنی حتی یک حرف هم زده نشده. نه چرا زده شده؟ اوکی تبعیض حجاب اجباری هستن جان. آقا در آخر ما یه چیزی داریم به اسم ولایت مطلقه فقیه که طبق قوانین ما حرفش مثل پیامبره، عذر میخوام مقامش مقام پیامبره، حرفش همسنگ کتاب قرآنه. یعنی شما اگه حتی اثبات کنید که توی خود قرآنم نیست، در آخر اون به ولی فقیه که حرفش همسنگ قرآنه برمیگرده میگه حجاب اجباریه. پس در نتیجه در ادامه کنشگریتون حسن جان شما باید به اینم بپردازین که این ولایت مطلقه فقیه چیز دریوریه، اصلا چیز نداره، پایه و اساس نداره، مگر نه کل کنشگریتون رو حواست. متوجه این هستی؟ بله فراد جان، شما من یه آخوند گیر بیار که همین حرف تو رو تایید کنه، من اسکرین ریکوردش رو بگیرم یا یه مصاحبه همونو میکنم پیرن و اسمون، مگه ولشون میکنه؟ وزیر کنشگری تو باید بکنیدی اصلا کنشگری میکنی تو خود رهبر همچین ادعایی نداره. فهمیدید؟ گفتم چرا فهمیدم؟ تو داری میگی کلامه. اگه در قرآن هم نیامده باشه کلام رهبر همسنگ کلام خدا و رسول خدا داری اینو میگی؟ آره دیگه، ولایت مطلقه فقیه و مگه خمینی نیورده؟ توی کتابش نوشته که اون کسی که ولی مطلقه فقیه مثل در جایگاه پیامبره، سخنش کتاب قرآن جمله آقای خمینی کلام رهبر باید باشه. قانون از جمهوری اسلامی از کلام رهبر گرفته نمیشه. فرو متوجه این کلام رهبر همسنگ قرآن نیست با کلام رهبر؟ نه خیر این تاکید اشتباهه. کی گفته این حرفو؟ ولایت مطلقه فقیه. این حرف کجا آوردی؟ خمینی گفته. آقا خمینی گفته ولایت فقیه همان ولایت هم. نه بگین آقا ربطی نداره، قانون اساسی هم چیز نیست. نه اصلا همچین چیزی نیستش که من همسنگ کلام خدا باشه. از کجا میگی این حرفو؟ ولایت مطلقه فقیه تعریفش اینه. یک لحظه صبر کنم من کامل بکنم. حسن جان صبر کن. بس فرست فار نوید فرید بقیه دوستان اینجا متوجه شدین که چرا این کنشگریه ورش میلنگه یا نرسید؟ فکر کنم رسید. آخه شما داری یه فکت اشتباه میچسبی فرو. کجای قانون اساسی نوشته که قوانین جمهوری اسلامی ایران از کلام رهبرش گرفته شده؟ بفهمم.
حسن استدلال کردم حسن عزیزم بعد جوری خب منم استدلال جواب دادم دیگه این فکت اشتباهه این اشتباهی که داری میگی از کل متوجه هستم گیر افتادی اشکال نداره بذار من حرفمو کامل بکنم اشکال نداره واسه سیلاس من نگفتم این میگن بلاحت یک بار رفتار شما دیگه حسن جان صاف من میخوام من حرفتو تکرار کنم اگر اشتباه بود تو بر حرف کن دوباره میخوای که ببینی فهمیدم یا نه شما گفتی که کلام رهبر ولایت فقیه همسنگ با کلام خدا و کلام پیامبر اگر تو بیای ثابت کنی که در قرآن هم هیچ حرفی از حجاب اجباری زده نشده وقتی که ایشون میگه کنشگری تو به درد نمیخوره و سولاخه درست اینو فهمیدی دیگه بله بله توضیح بیشتری میخواد توضیح بیشتری داره سر توضیح بیشتری داره جواب سوال من خب جواب سوال شما اینه که این فکت غلطی هستش چون که اصلا حداقل بیان بگن حجاب اجباری کلام ولی فقیه نه لازم نیست که نه 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 من همین جمله رو اگه رهبر یا یه آخوند حکومتی بگه میگیرم دستم چی فرو؟ خب تو که نذاشتم استدلال کنم که اینا ولی در اصل میگن خود خب ببینید من که سب کم دو دقیقه حرف زدی فرو اینا میگن کلام خداست امر خداست حرام شرعیه و واجبه خیلی فرق داره تا اینکه بگی کلام ولی فقیه حسن جان فرق میانه ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه چیست من نمیدونم برای من مهم نیستش هیچ نمیدونم چیست آخه بعد اینو بدونی چون که داخل سال 68 که قوانین عوض شدن یه دونه چیش میگن رینیو کردن قوانینو تفسیر دادن اون ولایت ولایت فقیه رو کردن ولایت مطلقه میشه بخونی دقیق از روش بیاری بخونی ولایت مطلقه حسن این که اسکپتیک 10000 تا روم زدن و توضیح داد نه حالا اگه میشه بیار بخون واسه این 200 نفر شاید مهم دیگه بفهم نه الان آقا جون بحث من دوباره تکرار میکنم استدلالم و اشکالشو بگید اینا ادعا این همین نمانده ولی فقیه توی قشم را افتاده بود در مغازه ها میگفت حرام است امر خداست خب آقا این داره میگه حرام است یعنی از طرف خدا میگه آقا بیان بگن حرام ولی فقیه ما قبول میکنیم بعد من میرم خودم کنشگری من جان میگه ولی فقیه همون پیامبر این چه حرفیه آقا حسن تو ثابت کردی میگی من اینو میگیرم خب میگی مثلا اگه یا خوندی اینو میگی من اینو ضبط میکنم میگیرم دستم از اینجا به بعدش میخوای چیکار کنی برام قدم به قدم توضیح بده من تلاشم رو میکنم و خواهید دید نه خواهید دید که این چیزه من تا الان ببین اون فایل رو نه به بی بی سی داده بودم نه به من و تو داده بودم نه به شبکه‌های معاند یا به افشون افشونم یه مکاتبه کردیم گفت بذارم گفتم نه من میخوام اینو بدم از درون ایران که نیام بهم انگ بزنن افشون بذارم بک چنلش پروفایل نام اصلا قصه برا من نگو برا من اسم ببین اون مثل توپ صدا میکرد ولی من نخواستم که انگ بهم بچنلش چون تو ایران هستم از لج شما هم که شده همین شب به افشون بیدم استوریش گذاره تو هر چقدر خبرت بزرگتر بشه خبرت بزرگتر از دلاری 50 تومانی نیست خب من این چه موقعیتی اینو فهمیدی فردا که رفتی آخونده رو مجبور کردی آخونده یکی در اومد گفت آقا این چیزی که آقای حسن خان میگه درسته خب این حکم ولایت فقیه فرداش چیکار میکنی دلار 50 تومانی کلام خداست فرداش چیکار میکنی فرداش چی کار میکنی؟ پر استدلال کن تو استدلال تو با مثال شروع کردی اول استدلال میکنم من دارم از شما سوال پرسن تو میگی من میخوام از این روش به یه نتیجهی برسم من میگم اوکی قدم اول شما این بود که از اینها یک حکم بگیری که این حکم خدا نیست حکم ولایت فقیه قدم اول شما قبول قدم دوم چیه بله وقتی که منتشر بشه در وسعت وسیع چی میگن در تمام فضای مجازی ایران پخش بشه قطعا هزار تا وکیل و نماینده مجلس آدم باسواد یا آخوند برشدار دستش میفته اون فایل و را میفته تو مجلس را میفته جاهایی که میدونه من که آدم عادی هم نمیدونم اینا رو که از کجا باید شروع کنم همینجا وایستم
شما میگه این موضوع میفته دست نماینده مجلس، نماینده مجلسی، خب نماینده مجلسی که وقتی که میخواد بره نه دست یکی میفته که منتقده، مثل اون آقای سیده که فراری بود، چی بود اسمش؟ چی چی امامی؟ یه کسی که اون سیده چی بود بچه اطاعت مجلس رو میداد بیرون فرار کرده بود چند وقت؟ الان باید دقیقاً اسم مشخص بگیرن یه خبرنگار راست میگه خبرنگار میفته مثلا خبرنگار مثلا دستی که توی توییتر خیلی بی بازدید کننده داره بس سوالو بیان میکنه تمامی اینفلوئنسرای مثلا فضای مجازی فارسی شروع کردن اینم پخش کردن خب بعدش چطور میشه بله اون وقت مردم آخوندا رو مراجعشون رو موظف میدونن که پاسخگو باشن که آقا ما تا الان فکر میکردیم امر خداست و بدعت در دین و حرامه آقا حرامه او مجبور میشن که این قانون رو بردارن نه آفرین گیری کارت همینجاست با چه وسیله میخوایی مجبورشون الان میگم آقای زدی اگر یک امری مشخص بشه که قطعا بدعت در دین هست مردم میتونن حاکم رو به زانو در بیارن یا نه نه خب آقای اگه تو میخوای آخر اینجای خوبی هستی که ما این آقا یه لحظه زیزه بذارید بچه یه لحظه زیزه حسن یه نکته فقط خیلی این بحث رو هر کی میاد چون حسن یه طرف هست با حسن میخوان صحبت بکنن بعد بقیه هم قاطی میشه میریزه و هم بس این همه تو هم مایک فا میبنن بذارید بقیه هم نمیزنن پرتی پلا میگن باشی یه لحظه بگو خب از آقای ایزدی کمک بگیر اوکی پس مردم اگر که همچین چیزو متوجه بشن میفهمن که چطوره بابانی میفهمن که جمهور مردم اگر این موضوع رو متوجه بابانی سوالمو از آقای ایزدی پرسیدم دیگه آقای ایزدی ما که تو باز می‌کنی آقا من یه سوال اول از شما پرسم مردم آردی نمی‌دونن جمهوری اسلامی بده یعنی به خاطر وضع محیط زیست اصلا موضوع بدیش نیست من اصلا کار به خوب و بدیش ندارم تاییدشون رو تایید نکنم ولی تنها چیزی که میدونم این قانون امر خدا نیست و بدعت در دین و گناه آشکار اتفاقا مردم میگن قرآن آتیش بزن اتفاقا این کشور تو همون قرآن میتونید اصلاح کنید درستش کنید ببین تنها مدرکی که دستتونه بدون هزینه میتونین درست کنین از همونیه که خودشون بهش باور دارن از همون کتابه حرف منو بفهم فرس کنه بله من میفهمم شما میخواید بگید که آقا میخواید نشون بدید جمهوری اسلامی اشتباه میکنه خب جمهوری اسلامی این راه داره من میگم مردم آردی این موضوع میدونن خب تو آیا اگر این موضوع بفهمی این فرصتی خواستی داری تو میگی نه مردم من راجع تقریبش رو میدونم پنج ثانیه آخر دوباره بگو میگم که شما میخوای بگی جمهوری اسلامی بده مردم آردی از هزار و یک جای دیگه میدونن جمهوری اسلامی بده میخوای بگی جمهوری اسلامی ضعف داره مردم از هزار و یک جای دیگه میدونن ضعف داره بعد آخرش چی تو میشه مردم مراجع تقلید من نه گفتم بده نه گفتم که ضعف داره من دارم میگم این قانون امر خدا نیست این قانون امر خدا نیست بله همین بیان بگن که امر خدا نیست چش حکومت هم میگه آقا همینه که هست حالا میگه چی؟ نه نمیتونه این کشور یه دونه روحانی که رهبر باشه نداره جامعه مدرسی نداره هزار تا خون دیگه داره فعالیت میکنی و مثل ما سیاپوسه که کار برداری و برداشت این فرسترش مردم رو از بند حجاب آزاد میکنیم حکومت خب اگه قانون میذاره میگه آقا یه را داری خب اینو اجرا میکنی نه من یه گروه دارم اینو مسلحن خب میان قفونی میبرنت میکننت زندان خیلی هم گوه بخوری میکشنه خب تو چی داری که میخوای اینو مجبور کنی تو خب آیا این کار من پر هزینه تره یا اومدن تو خیابون روسای سرچوب زدن نه این کار من باعث میشه مردم کشورم یا به خدا من میتونم رنسانس تاریخی ایجاد کنم با اسکپتیک در تاریخ ایران زمین یاد میگیرن همه موضوعات رو اینجوری مردم پیگیری میکنن از جهان سوم هم بیرون میاد جون خدا اسکپتیک تو همینه که آقا این کار دینه که مردم آخرش میخوام یه اعتراض کنن مردم که همین آردی دارن اعتراض میکنن تشمیل رسه همینجا که ما هستیم مردم ما نوع اعتراض کردن رو بلد نیستن فرست فالن خب اگه بلد نیستن باشه اعتراض کردن رو باید بلد نشون
یکی دیگه حرف میزنه تو میگی حسن نبی من که باگم بسته ساقه بگو نوید نوید قهر نکن سکته که فکر کنم کنم بلند بود ببخش غلط کرد نوید قهر نکن بیا چجوری بفهمیم چجوری بفهمیم بیا باش 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 بیا لحظه من بلاکش کم نتونه بیاد اومد نوید مارکت بست است. نوید مارکت بست است. نوید مارکت بست است. میخوام یکی دیگه حرف بزنه نوید اگه که مارکت بزنه. بریم اینالله این نمیدونی. سلام هم میاد. سلام هم میاد. ببین حسن جان تو اون اصلی که تو قانون اساسی هست که میگه باید قوانین بر اساس شریعت اسلامی باشد یه مکانیزمی هم توی اصل دیگه تعیین کرده برای این موضوع. میدونی اون مکانیزم چیه تو قانون اساسی؟ من کجا آقا بفهمیم این قانون بر اساس شریعت اوکی. خب و اگه میخوای همچین کنشگری بکنی همچین اطلاعاتی هم داشته باشی یه مکانیزمی داریم به اسم شورای نگهبان. خب که یکی از وظایف شورای نگهبان چیست؟ که تعیین بکنه که این قوانین بر اساس شریعت اسلامی هست یا نه. یعنی اگر این 12 نفر فقیه و حقوقدان شورای نگهبان اینو تایید بکنن تمام است. اوکی؟ یعنی حسن نمیتونه اینو تایید بکنه. باید این 12 نفری که تو شورای نگهبان نشستن تایید بکنن که این قانون بر اساس شریعت اسلامی هست یا نه. حسن محلی از اعراب نداره. نه حسن، آیت الله فلانی هم که داره داد میزنه محلی از اعراب نداره. این دادی که تو داری میزنی رو آیت الله های گنده زدن، اونا هم محلی از اعراب ندارن. جوابی هم که بهشون دادن همینه. گفتن آقا ما یه مکانیزمی داریم 12 نفر این تو این 12 تا میگن، نه هر کی از راه رسید. حالا باید بریم اون 12 تا رو راضی کنیم. نوید میخوای این فایلی که من زنگ زدم رو پخش کنی گوش کنید و ببینید چه مغالطاتی میکنه؟ شنیدم اونو. حالا آره مغالطه میکنه. جواب منو میخوای بدی الان؟ دوازده تا رو شنیدی؟ صدای منو شنیدی؟ نه راستی حواسم جا دیگه. نه بابا شنید دروغ میگه. نه به خدا حواسم جا دیگه. باشه باشه نفره بر باشه 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 حالا فلان ولش کن. اینو لجام بگو نفره جا من بگو. بچه من یه چیزی بگم. نه نوبت اینو لجام صدا میاد نبید. آره ولی تو کنم من دید. بگو. ببین ما یه حکومتی اومده سوار شده روی کشور که خب یه اپوزیسیونش که ما هستیم که شما هستید میگید که آقا این سفسطه‌گره. خب یعنی دونسته داره دروغ میگه و ما هم این رو فهمیدیم و سری افرادی که تو اون کشور هستن اونا رو نظرشون رو عوض کنیم که الان رفتن پشت حکومت یا خاکستریان. خب الان تو خود کشور من اگه به سه دسته طرفدارای حکومت، طرفدارای اپوزیسیون و قشر خاکستری تقسیم میکنیم، خب حسن میاد میگه چی؟ میگه آقا من یه چیزی رو دستم میگیرم میرم با اونا وارد مباحثه میشم و تو مباحثه شکستشون میدم، اونا قرار نیست قبول کنن و... ولی خب اون افرادی که حامی حکومت هستن یا ماشین سرکوبش هستن یا قشر خاکستری من تارگتم اوناست، اونا رو میخوام برایشون گردونم. و اینم که دو تا هدف داره، یکی که قدیس صدایی نمیدونم اسمش چیه یا قدیس صدایی بشه و اینکه من اون اطرافیانم که همه بفهمن که آقا این حکومت الهی نیست و طبق قانونم نمیتونیم رفتار کنیم، الان میتونیم قانونم عوضش کنیم. کل حرف حسن و اسکپتیک اینه، یعنی چیزی نیست که بخواد خود اون طرف سفسطه‌گر رو مغلوب کنه، نه اون میخواد مردم بشینن آدینسی که دارن گوش میکنن یا دارن نگاه میکنن ببینن چه خبره، اونا
نظر حسن و اسکپتیک غالب بشه و با اونا دیگه مرحله بعدی رو حرکت کنن. حالا حرکت بعدی رو فکرشون ازش پرسید. برادر من آقای اسکپتیک و آقای حسن به من مایک بدید. به من مایک بدید. خواهش میکنم از تو. باشه. باشه. شما اگه تحمل کنید مایک میدیم. یه بار دیگه مایک واکنید نظامت پایین. بگو اینو. آره ما حالا بحث مهمی که هستش این وسط، حسن داره یه چیزی رو دست گرفته و داره میره جلو. اینی که حال اسکپتیک هم گفت مسیح علی نژاد گفت روشش اشتباه نگفت هست، گفت کارآمد نیست، یعنی اون چیزی که بخوای تلفاتش زیاده. اگه اینو قشر خاکستری و نیروی سرکوبی که خود رژیم روش سواره رو بخوای ضعیفش بکنی، تضعیفش کنی، بکشونی طرف اپوزیسیون، این بزرگترین ضربه و بزرگترین هدفیه که میتونیم الان دنبال. یه مورد بگم، من نمیخوام علیرضا رازکو تو چت نوشت، من نمیخوام خون اون جوانای من احساس کنم پایمال شده، یه دردی در درون منه که فکر کنم هیچ کمکی نکردم، هیچ کاری نکردم، من نمیخوام خون اونا پایمال شه. نه مشکل نداره، نه نه نه، تلاش شما تلاش شما. ببین نکته اصلی من اینه که تو تلاش تو بکن، این کنشگری هم خیلی عالیه، این آگاهی رسانی هم حرف نداره، من اگه مایک دارم، ولی نه با این توهم که رنسانس ایجاد کردم، انقلاب کردم، هیچکی نمیدونست، من کردم، نافرمانی مدنی اصلا مهم نیست، اینا نمیدونم فلانن، راه من برتر است و فلان است و دیگه ترکوندم و اینا، این خبرها نیست. به دو دلیلم بهت گفتم، بقیه هم کردن از این کارا شبیه تو، خب نتایجش هم دیدن، ولی نافرمانی مدنی هم نتایجش رو دیدن، یعنی نتیجه که تو داری تو خیابون میبینی نتیجه نافرمانی مدنیه، نه نتیجه این کنشگری های شما. خب به سرعت 4 ماه این اتفاق افتاد با نافرمانی مدنی. اوکی حالا علیان رو بشنویم. یه چیزی من اضافه کنم. آیه زدی ببین ببین یه چیزی هست که یا این یا آن درست میکنن، حمله میکنن به این که شما زمانی که بیای از این نظر من دلایل من رو بشنوی، خود به خود آن نظر دیگر رو گویا باطل کردی. میدونی این یا این یا آنه خیلی وحشتناکه، چون اصلا در مقابل همدیگه نیست، یک نظریه که به صورت به قولی خیلی مجزایی داره ارائه میشه، و حسن اینجا وقتی داره از این تعریف میکنه در آخرش نمیتونه بگه پس دیدید یه نتیجه گیری، پس دیدید مثلا یه دلایل خوب و محکمی میاره برای نظر خوده، آن نظر دیگر بد است، در صورتی که اصلا این کارو نکردی، تو درباره نظر خودت یه سری استدلال های خوبی آوردی، آن نظر دیگر رو بد نکردی. این نظرم مغلطه یه که ناخواسته پیش میاد، باید دقت بیشتر شه. نمیدونم نوید درست بود بله، اگه میشه به من هم یه وقت بده خوابم هم داشته باشه. گفتم دیگه این پوریا ترول آقای زدی صحبت کنیم، این مایکی رو دیوا کنیم. این اولو جان این همون دقیقا درسته، یه دوگانه کاذب ایجاد میشه که آقا اولا که دوگانه کاذبه که یا اینه یامون، خب دوم این که چرا درست بودن یه نظر به معنی غلط بودن نظر دیگری است. این هم نکته مهمیه. اصل داستان همه آره دیگه، خودشون یه ترتیبی ایجاد میکنن. ببین این یه جوری استرامن فلسی هم هست دیگه، شما به جای اینکه به اون وریر حمله بکنی که واقعیت داره، شما یه وریر مشکی درست میکنی و اون رو بزک میکنی. اینم به نظرم یک نوع از استرامن فلسیه، متوجه میشی؟ در برابر اینکه در برابر یک جنگنده پوشالی شما شمشیر نمیزنی، یه جنگنده ای که خودت اصلا برای داره توی یک میدان دیگه است رو ازش تایید و تمجید میکنی، بعد خود به خود احساس میکنی که میتونی نتیجه بگیری که من به این چیز نظر حمله کردم. برعکس یکم استرومن فلسی دیاره، یه گونه صدا شده، یه گونه ای از همون استرومنه دیگه. اینو پوینت پایینه تو بگو. آره دیگه، آره ببین آتیش زدن قرآن هم که در هیچ شرایطی موجه نیست. ببین اسکپتیک من فکر میکنم منظورش این بوده که آقا آتو دست رژیم میدی، اون نیروهایی که همه خاکستری هستن یا بیدین هستن یا نمیدونن از هم وسط هستن، چون مردم
بچه من باگ دارم یا برای شما باگ داره؟ نه آره باگ داره. من فکر کنم من باگ دارم. اوکی این اسکپتیک فکر میکنم منظورش این بودم چیزها این هم یه مقلطی دیگه اگه اسکپتیک آره. منظورش از آبی بوده بی رو باید بگیم این صبر آقا ایزدی منو کلافه میکنه اینقدر این صبور این مرد بزرگ بابا یه کمی شد اصلا وایسا اصلا جا بگو من با صحبت کنم ببین درباره مخصوصا درباره اسکپتی که یه رفتار خیلی عجیبی انجام میده کلا به نظر میسه مغلطه روی مغلطه روی مغلطه یه چیزایی سوار میکنه که اصلا خیلی وحشتناک میشه اون نکته ای که ابتدای قبل همه اشاره کردن حداقل من یادم میاد که آزادم اشاره کرد این که شما بیای جمله حل حرفت اینطور شروع کنه آیا احمقی هست که این حرفی که میزنم رو قبول نکنه حالا میگیم فردی که میخواد با این آدم مناظره کنه یا صحبت کنه اون رو میپذیره ولی تو این محیط کلاب هاست حداقل میدونیم کمتر آدم ها علاقه میشه مسموم کردن سرچشمه دیگه این آره. اگه احمقی هست که همچین چیزی میشه مسموم آره. کردن سرچشمه آره این مسموم کردن یا یعنی این حمید و مایکشه ببن آب این یکی بگوه ماجرای مسموم کردن آب از سرچشمه یه طرفشه یه طرف دیگه شما هم دوباره استرومن کردن شما میاید به ضعیف‌ترین نظر حمله میکنی و مدتی زیادی به این نظر اشاره میکنی که میگی ببینید آیا میشود که انتظار داشت که کمچی معرفت را از جهان حذف بکنی بعد ما اصلا کلن شاید اصلا یه همچی چیزی نبوده گویا شما بدون این که استدلال طرف مقابل رو برای رفتارش بخوای بشنوی خودت درباره این رفتارش یه نظری میدی و به اون نظر حمله میکنی به نظر میرسه این نشونه ضعفه من واقعا متاسفم واسه کسی که این طوری بخواد وارد یه بحثی بشه بگه من با هر بنی بشری که هر احمقی که فکر میکنه یک همچین رفتاری مثلا موجهه حاضرم حرف بزنم مزمحلش کنم حالا فلا بلا 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 شروع کنی اول دارم کردن در صورتی که داری چی میگی داری استدلال محکمی که خودت داری ازش دفاع میکنی چیزی که اصلا اونا شاید نگفتن کسی درباره انواع اقسام رفتار میشه داشت درباره اینکه حالا مثلا این رفتار رو انجام بدن و شما داری این رو به صورت جدی در فقط یک نوعش که خودت تخصص داری و فرض میکنی خوب بلدی در بارش بحث کنی چیز بایی که اتفاقا بحث هم نخواهی کرد شما فردی که میاد باید مثلا بخواد استدلال کنه رو اولی چیزی که میگی تو آخه اسکل اولین کاری که میکنه نتیجه رو دقیقا گرفتی آره. چون نتیجه رو از قبل گرفتی دیگه آره تو اصلا لزوماً نمیخوای بحث کنی تو میخوای به یه گروهی از افراد ثابت بکنی و با اصرار خودت به این افراد حقنه کنی که نظر درست رو پیدا کرد حالا اتفاقا همین شخصیت در یک اتفاق مشابهی رفتار عکس اینو انجام میده ازش دفاع میکنه و دفاعی هم که ازش میکنه همون دفاعیه که از این قرآن سوزی مثلا میشه کرد دفاعش درباره صبر و نبی چیه میگه من به صورت نمادین دارم این کار رو میکنم تا اون فشاری که ذهنیت بین مثلا افراد وجود داره کاهش پیدا بکنه و دیگه از این به بعد دیگه حداقل به حرف من وقتی که من وقتی به قولی مرگو میگیرم تب رو راضی میشه خب عزیزم همین استدلال ایزن برای قرآن سوزی اگر اون رو موجه دونسته این هم موجه دومی چیزی که میاد میگه من میدونم رنج و غم و درد ایجاد میکنه ولی حداقل به اون افراد هم میخوام یادآور بشم که این نگاهی که شما دارید که به یک طرف خودتون رو حق میدونید و برای این حق دست بخید چیز میزنید خشونت میزنید مثلا باید از بین بره و من این رفتارم رو یک جراحی و مثلا یک رفتار ناخوشایندی میدونم که مثلا اثرگذاریش مهمه اینجا میایید نگاه میکنه به نتیجه موضوع و همین استدلال رو درباره قرآن سوزی هم شد. یعنی هر آنچه که تا امروز درباره صبر نبی کردن استدلال کردی همین رو اون فرد مقابل کرد حالا اینجا این آدم فقط تنها قصد و غرضش چیه و من همون وطن به درک کریم کی بود که اینو گفت
من انداختمش پایین جاکشو بگو اونجا. نه من میخوام واقعا بدونم بگو بعد موقع یه آدم بی شعور بی شرف بود من این گواب بگو یه دونه مسئله دیگه ای هم که توی صحبت های اسکپتیک حداقل میشه نگاه کرد همیشه هم داره این رفتار رو انجام میده موضوع اینه که ایشون میاد مثلا کارهایی رو که اون لحظه احساسش بهش میگه براش مثبته توجیه میکنه یعنی این سوفسطایی گری مسخره که به هر قیمتی اون کاری که اون لحظه به نظر میاد اگر حرفی را فردی بزنه یاد خامنه‌ای کرده این حرف رو اگر کسی که اسکپتیک دوست داشت زده باشه اسکپتیک تایید میکنه همین حرف رو اگر کسی که اسکپتیک بدش میاد اسکپتیک تکذیب میکنه یا من در آخر این رفتاری که میکنه همون چیزی که فریدم بهش اهمیت میداد فرید این اهمیت میداد که نتیجه گیری این که قرآن سوزی کار درستی نیست و آقای فخرآور یک سلبریتی است و این کار را یک سلبریتی انجام داده ازش چه استفاده میکنه؟ میگه چون فخرآور کار اشتباهی میکنند پس دیگری که شبیه فخرآور است یعنی مثلا مسیح علی نجات کار اشتباهی میکنند در نتیجه من از آقای حسن سوال کردم آقای حسن به من گفتند مثلا میکنین مرجعش چیه آقای حسن به من گفتند که در قرآن نیامده و من به ایشون اشارت کردم که برن و اقدام بکنن و اقدام اثر بخش مثبت رو انجام بدن از این چه مسخره بازی این پیوند این کسچرا که به هم میچسبونی یعنی چی به نظرم میرسه این متفکر نقاد که یه ماه داریم سوزه میکشین که کاشکی برگرده و به همون تفکر نقاد یاد بده یک جائله یعنی یک رفتار یه زورگوی جائله واقعا این هرسی که از این حرف آدم میخوره بنابراین نیستش که مثلا اون طرفی که من علاقه دارم رو من هیچ کدومش علاقه ندارم من همین الانم میشینم استدلال میکنم که آقا خوب نیست صدر موجه نیست و نمیگم ولی میگم خوب نیست مثلا قرآن سوزی کرد ولی این زوزه کردنتون این ناله کردنتون پدر پدر گفتنتون کار احمقانه بود واقعا با مایه افسوسه این که اومد و توپ پرش این کسیه رو گفت مرسی که بتایم دادی فرد نوید هامون الان تو میتونی لیست کنی که در جامعه اسلامی چند تا منفعت داره سوزوندن قرآن و چند تا ضرر داره آره ولی لزومی داره که حتما سوالات تو رو حل به بحث هامون رفتی نداشت نه حسن حسن به بحث رفتی نداره هامون رفتی نداره خب به بحث ما هم رفت جواب بده من جوابشو میدم حسن هر وقت که تو هر سوالی هم من پرسیدی من لزومی داره جوابشو بدم یا نه نه خب ولی من اینو برای شنوندگان پایین میگم که تو مجاب چیز وایسی بده هر وقت که شنوندگان پایین دیدن حسن حرف خوبی رو پرسیده من لازمه که جواب بدم یا نه نه لازم نیست جواب بدی ولی این تکنیک منه برای اینکه تو الان خودتو موظف میدونی منم... جواب بدی نه من موظف میدونم که تو اگه راست میگی جواب نده تا جواب نده اوکی یه چیز دیگه هم هست اینجوری نتونستی جواب ندی هامون اینجا روم نوید واسه من خیلی مهمتر اینه که تو یا شنوندگان چی میخوان اینم یه هرسی که بخوری نوید جا ممنون از داییم سلام خیلی مختص نوید یه نکته با شما دارم یه گفتم واسه حسن نوید ممکنه قرآن سوزی منجر به این بشه که توجه علمای مسلمون رو در بقیه کشورهای عربی جلب کنه و اونا فشار بیارن به جمهوری اسلامی واسه که قوانین ظالمان اسلامی رو بر طبق او کتاب اعمال نکنه بر جامعه یا نه ممکن که همه چی ممکنه ولی فقط سوال امکانشه بله احتمالش چقدر میتونه زیاد باشه مثلا به نظرم خیلی نه احتمال نداره این نظرم رو میپرسی میگم نه خیلی احتمال داره آره حسن یک مورد به من بگو که قوانین ظالمانه در کشور بوده باشه مردم با تماس به دفتر مراجع اون قوانین رو از جامعه زدوده باشن انداخته باشن کنار یه مورد بگو فکر کنم با دفتر مراجع بعد به تحقیق هم نمیدونم شو این اولیشه مگه حتما باید سابقه داشته باشه والا در مورد مگه برای ربا که جمهوری اسلامی مثلا بانکاش میخورن کشورهای دیگه اومدن مخالفت کردن با ایران مثلا نکنید ربا اصلا سوال از من پرسید جوابشو دادن سوالی که از من پرسیدم تو میخوای جواب بدی نمیدونم آیه عالیه نمیدونم باید بپرسم باید تحقیق کنم مرسی تحقیق کنم قبل از اینکه
نه اگر بذار جواب عوض کنم اگر سابقه نداشته باشه معنی معنی نیستش که نمیشه. من اولیشم. خب باید بیشتر روش کار کنی ببین تاثیر داره. اول این راهی که میخوای بری باگاشو پیدا کنی ببینی چه باگایی سر راهته، چه مانه هایی سر راهته، اینا رو پیدا کنی اینجور راحت هم میگه به وقت برسی دیگه. من خودم رو سیغل میزنم دیگه. بله اوکی. علی جان شما نیم ساعت یه ساعت وایسادین فقط این سوالا رو بکنین. آقا دمش نمیگم نیم ساعت وایساده یه سوال پرس. آره آره دمش نمیگم خیلی هم عالی. دمت گرم. بگو منتالیست. منتالیست مادی هم من دفاع کنه پشم همتون بریزیم. آره ببینید یه حرف درستی آقای حسن موقعی که اومد تو روم زد ولی هیچ کدومتون دقت نکردید. اسکپتیک به فخرآور گفت که آقا تو میخوای اسلامو از بین ببری چرا بهشون میگی که برو قرآنو بسوزون؟ خب منظور اسکپتیک این بود که آقا گندهشونو بیارین با استدلال باهاشون صحبت کنین که به یه نتیجه برسین که آقا مثلا قرآن دین واقعی نیست، این کلام خدا نیست، اینو داره میگه. خب نه که بیاین بسوزونین، بلکه شما نمیتونین اسلامو از بین ببرین با سوزوندن قرآن. خب اون تفکر بر از بین بره. خب یعنی خونسا کردن اون تفکر. اینه یه فیلم، اینه مثلا یه سریالیه که شما تو سریال تو قسمت آخرش هم میبینین تموم میشه دیگه، نمیرین اون سریال رو نگاه کنین. خب بلکه آخرش میبینین که خب این اینطوری شد و تموم شد رفت، پروندهش بسته میشه. ولی با سوزوندن قرآن شما دارین اون کسایی که واقعا دیندار هستن معتقدن اونا رو به خشم میکشونین. خب و اونا یه کاری میکنن که یه جنگی اونا هم درست میکنن که درباره این کاری که ایشون میکنه، یعنی یه جنگی بین کسایی که دیندارن و کسایی که بیدینن. خب یعنی اسلام قبول ندارن اونایی که اسلام قبول دارن. خب ولی اسکپتیک حرفش واقعا درست بود. حالا من نمیگم ما باید اسلام از بین ببریم، من دارم میگم که اگه میخوای از نظر استدلالی بری جلو حرفی که اسکپتیک زد درستره. خب بعد این ضررش هم خیلی کمتره، تو میتونی با استدلال همون جوری که مثلا گنده هاشونو میاره تو روم خودش مثل آقای محسون باشون صحبت میکنه، درباره دین صحبت میکنه، اینو مغزا رو باز میکنه که خود مردم تصمیم بگیرن آیا این دین خوبیه. ولی یادتون باشه هر دو نفرشون میخوان اسلام از بین ببرن، یعنی alter motive دوتاشون اینه که دین رو از بین ببرن. خب ولی یه دایکاتومی بین این دوتا نفر درست میشه که همون که نحوه اون کارو داره مشخص میکنه که اون نحوهش چطوریه که اسلام از بین ببری. این حرفی که حسن داشت میزد اول، ولی خب دیگه بحث عوض شد و درباره حجاب و اینا. بعد حسن جان یه چیزی بهت بگم توی ماشا من ماک ندارم. فرید ماک نداری؟ همجوری میبافه میره جلو تو ماک نداری؟ ایران آقا حجاب دیگه بذار که وایسا. نه وایسا وایسا کنار موتور برق وایسا بگه گفتی اسکپتیک که گفته نمیدونم فلان. اسکپتیک این جمله بالا رو گفته درسته یا نه؟ اینو بگو اول. آتش زدن قرآن در هیچ شرایطی موجه نیست. نه نیست، موجه نیست اصلا. موجه. چرا؟ اگه ببینید آتش زدن قرآن به خاطر که دین اسلام از بین ببری آف کورس که موجه نیست. چی گفته آتش زدن قرآن به خاطر؟ گفته نوشته در هیچ شرایطی. بچه‌م بخون جمله رو یه بار دیگه. نه ببینید کلا منظور اصلیش اینه، حالا شما می‌خواید منظورش آها همین آقا باشه تموم شد. منظورش این نبوده بی بی این کارو نام ببر یه دونه منفعتش منفعت برای ایرانی‌ها. بله اول رو منفعتش نام بردم ول کن برای ایرانی‌ها. حسن وایسا منظورش ای نبوده بی بوده، ولی ایشون ای رو میگه دیگه درسته؟ سوال من این نبود.
گفتم یک منفعت اجتماعی برای ایرانی ها نام ببر تایتل. صدا من میاد؟ صدا من میاد اصلا؟ اوکی. منتالیست منظورش ای نبوده، بی بوده، ولی ایو گفته برای اینکه منظورش رو برسونه. درسته منظورت اینه؟ ببین من منظور ایشونو من بهتون گفتم، ولی شما دوباره میرین تو سفسطه. خب منظور ایشون منظور ایشون همینجا وایستا منظور اصلی این جمله نبوده دیگه، منظور اصلی یه چیز دیگه بوده. درسته؟ درسته. اوکی این جواب اینو 200 بار دادی. آرمان جان منظورش این نبوده بی بوده. این حرفی که من زدم میک سنس میکنه برات؟ نه اون حرفی که شما زدی رو باید قبلش بپذیرم که منظورش بی بوده دیگه. نه خب میپذیری؟ من نمیفهم. نه من که نمیتونم نیت مردم رو بخونم، شما دستگاه دارید میفهمید. نه خود شخصا این حرفی که من زدم که منظور اصلی اسکپتیک اینه که آقا تو میخوای دینو بزنی اسلامو از بین ببری با قبا منظور قرآن نیست. این که منظور اسکپتیک چی بوده، این که منظور اسکپتیک چی بوده، خب من نمیدونم. خب تو میگی من منظورشو میدونم، ولی اگه میخوای بحث بکنیم فرض بگیریم که منظورش اونی که تو میگی بوده، بر اساس اون میخوای بریم جلو، میتونی فرض بگیری؟ اوکی. خب حالا منظورش چی بوده؟ منظورش این بوده که با آتیش زدن قرآن نمیشه دینو از بین برد، منظورش این بوده؟ بله دقیقا. خب باش منظورش درست بود. اگه منظورش اگر فرض رو نگاه کن، اگر منظورش این چیزی که شما میگید بوده، حرفش درست بوده. اوکی رو. ولی مسئله این اگر است دیگه، این فرض درسته. خب اوکی آرمان جان بگو. آقا نوید سه بارم تکرار کرد، چجوری منظورش رو من تلسن روشن فهمیده؟ حالا ایشون فهمیده منظور شما نمیفهمید، اینا یه دیگه هستن منظور اسکپتیک رو میفهمه. بگو سلام عرض میکنم. من اون موقع که آقای حسن برای حجاب اومده بود بالا صحبت بود، من اون موقع دست بلند کردم بیان راجع به حجاب صحبت کنم. وز که حسن فقیه گذاشته تقریبا برای چند تا گروه مذهبی بردم این رو پخش کردم، متوجه شدم که حداقل 60% این کاری که این قانونی که برای حجاب دادن کلن چیز قرآن نیست، فکت قرآن نیستش، فکت حکومتیه. بعد غیر از اونم یک چیز داشتم به دوستان، ما بیام به جایی که قور بزنیم و یک سره همدیگر رو نقد کنیم، به حرکتی انجام بده. آرمان جان خیلی صدات باگ داره عزیزم. من باگ دارم یا نمیدونم دوستان بگید؟ نه نه آرمان باگ، من فکر کنم من باگ. آرمان جان باگ داری. آرمان زمان بشتمیم تو باگ آرمان رو از طرف چه آره فردیک به نظرم شما رو بشنویم که باگ آرمان برطرف بشه. آرمان جان باگ ده. بله سپاس. من قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم حتما لازمه که یادآوری بکنم که فقط من نوعی نیستم که میتوانم قرآن رو آتش بزنم. هر کسی با حکومت میتونه با یک مبلغ پول پرداخت بکنه و افراد مختلف اینو میتونن آتش بزنند و رسانه‌ای هم بکنه. بسیار خوب، این رو گوشه ذهن نگه داریم. با توجه به این من فکر میکنم که این گزاره‌ای که در تیتر اومده کاملا اشتباهه. توجیه‌های خیلی مختلفی وجود داره برای آتش زدن قرآن که حالا من یکیش رو بهش میپردازم. یکیش اینه که این گزاره اصلا خودش کمک میکنه به رژیم حاکم در ایران و اگر که کسی مخالف این رژیم حاکم باشه میتونه توجیه پذیر باشه که اصلا با این گزاره مخالفت بکنه، با اینکه این تیتری که این بالا نوشته شده. به این دلیل که خب دلیلی که برای این استدلال میارن اینه که یک افرادی هستن در ایران حساسیت دارن، حساسیت های مذهبی دارن
و این حساسیت ها تحریک میشه با این کار. بسیار خب، یعنی ما داریم راه و چاه نشون میدیم با حکومت که بیاد این کار رو بکنه. ما داریم در واقع نه تنها راه و چاه نشون میدیم، بلکه این حساسیت رو تقویت میکنیم. یعنی ما به صورت ناخواسته داریم پیام میفرستیم به این جامعه حساس که حساسیت شما رو ما در جریان هستیم، موجه میدونیم و به صورت ضمنی شاید میپذیریم، تاییدش میکنیم. بنابراین این حساسیت تقویت خواهد شد. خب این هم یه سرمایه‌ای میتونه بشه، این حساسیت، برای حکومت که بیاد ازش استفاده کنه به این روش که خودش بیاد قرآن آتش بزنه. در مقابل دید دیگر این هست که ما میتونیم این حساسیت از بین ببریم. یکی از کارکردهای آتش زدن قرآن همین حساسیت زدایی است. بنابراین ابزاری که حکومت میتونه بیاد بهش چنگ بندازه و خودش استفاده بکنه مستقیما یا غیر مستقیم، مثلا از طریق اینکه من بیام قرآن آتش بزنم استفاده بکنه، این ابزار ما از حکومت میگیریم و حداقل از این نگاه تاکتیکی اگه بهش نگاه بکنیم میتونه یک توجیهی داشته باشه برای کسانی که بخوان این حکومت رو تضعیف بکنن. سپاس از شما. مرسی فردی، چون خلاصه مفید دمتیم. حدیث بگو دیگه بچه ها میخوان رومو ببندیم. ببین من واقعیتشون زمانی که حسن بلا بود، آره مثل در واقع آرمان که حسن بلا بود داشت در مورد حجاب صحبت میکرد و اینا، یه چند تا مورد میخواستم بهش بگم، متاسفانه نیست، حالا همینجا میگم، جای دیگه هم گیرش آوردم، دلم میخواد جوابشو جواب منو بده، واقعا جوابشو بشنوم. ببینید حسن اومد به یه بندی از قانون اساسی اشاره کرد که من دوباره میخونم این رو، نوشته که آقا جان این قانون، دقیقاً بند 2 قانون اساسی نوشته که این قانون بر اساس اجتهاد مستمر فقهای جامع و شرایط بر اساس کتاب و سنت معصومینه. سنت معصومین چیه؟ شیوه زندگیشون، صحبتهاشون، احادیثی که گفتن. خب تا اینجا چه داشته باشیم؟ مثلا میگه که کلن حجاب گفتن کلام خداست و من اگه بتونم ثابت کنم که کلام خدا نیست، ما میتونیم که این حجاب اجباری رو تو جامعه از بین ببریم. در صورتی که این سنت معصومین که در قانون اساسی اومده کار حسن رو بسیار سخت میکنه. من برای نمونه چند تا از احادیث رو که منبعشون نسبتاً معتبر هست میخونم که این رو بگم که این قضیه خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که حسن فکر میکنه، که فکر کنه با یک مثال نقص توی قرآن میتونه کل این سینی چایی رو به هم بریزه. من یه چند تا حدیث میخونم از اماما که ببینید در مورد حجاب اجباری چجوری صحبت کردن. اجازه بدید من بیارم این فایلم رو، ببخشید اگر یه ذره. خب ببینید مثلا به عنوان مثال بذارین یه دونه از این منابع معتبرش رو بیارم. مثلا امام صادق گفتن در وسایل و شیعه جلد 30، حالا صفحش هم گفته، برای زن مسلمان جایز نیست که روسری و پیراهنی برتن کند که بدنش را نپوشاند. امام صادق گفته که در مورد زینت هایی که جایز است زن در مقابل نامحرم ظاهر کند، صورت و کف دو دست است. بهار جلد 104 صفحه 33. امام علی علیه السلام در مجمع البیان صفحه جلد 7 گفته که مو بر سینه و دور گردن و زیر گلوی خود را بپوشانید. عرضم به خدمتت که بزنید یکی دیگه بیارم از بهار الانوار، چشمم خورد، ببخش کافی، مثلا بذار کافی رو پیدا کنم. نوشته که توی کافی گفته که در واقع امام صادق گفته که ازش سوال پرسیدن که آیا ساعدهای زن از قسمت‌هایی است که باید از غیر محارم بپوشاند؟ فرمود بلی، و آنچه زیر روسری قرار می‌گیرد باید پوشیده شود، همچنین از محل دستبند به بالا باید پوشیده شود. عرضم به خدمتت که صفیه، حالا اینم که حالا میگم شاید منبعش چیز بکنه، یه دونم از بهار بود، من اگه پیداش بکنم کاش اینا رو. مثلا نوشته بهارالانوار پیامبر گفته که بهارالانوار جلد 103 صفحه 235، بهترین، پیامبر گفته بهترین زنان شما زنی است که برای شوهرش آرایش و خود نمایی کند اما خود را از نامحرمان بپوشاند. بعد عرضم به خدمتت که تو بهارالانوار در واقع باز دوباره یک چیزی امام علی گفته نوشته شده، بذارین یکی دیگه هم بخونم، یه همچین چیزایی بذارین، حالا در همین حد فقط بگم چون خیلی زیادن و من بخوام بگردم وقت استیج رو میگیرم.
میخوام بگم که انقدر از این سبک احادیث وجود داره که اگر اینها بخوام بیان بگن که آقا اصلا فرض رو بر این بگیریم که قرآن اینو واجب نکرده، یک سری احادیث هستن با منبعهایی که شیعه قبول داره و درونشون پر حدیث. یعنی حسن کاری که باید بکنه اینه که بره تمامی احادیث رو جمع بکنه، با یک شخصی که علم حدیث داره صحبت بکنه، ترجمه هاش رو قشنگ نگاه بکنه و با جمعی این اطلاعات اگر میخواد کنشی رو شروع بکنه شروع بکنه. چون اگر بره وسط میدون و یه نفر یه حدیث بیاره که معتبر باشه، خودش هم قبول داشته باشه، خب این کنش عقیم میمونه، ابتر میمونه. حالا این نظر من بود، میخواستم خود حسن بشنوه، جوابش هم بشنوم. ممنونم که وقت دادید. مرسی. همون نگی نکته‌ای داری؟ آره، من یه جن حتما انگار خودم فکر کردم اشتباه بود، یا حداقل میشه گفت ناقص بود، چون توی صحبت‌های اسکپتیک از این مسئله که قرآن سوزی بد است فخرآور این کار را کرده به تنهایی استفاده نشد. یعنی من ابتداعا این موضوع استفاده شد، ولی بعدش یه توضیحی که داده شد به نظر میرسه میتونیم یه شباهت دیگه ای توی رفتار فخرآور و مسیح علی نژاد چیز بکنیم، مقایسه بکنیم. این مسئله که مسیح علی نژاد هم دعوت به یک رفتار مبارز مدنی یا مخالف دینی یا مخالف هنجار حکومتی داشت انجام میداد و این دوتا از این لحاظ هم شباهت دارن، که حالا من اون حرفی که اول زدم یه ذره جفاکارانه بود که بگم این فقط با آن دلیل این مسئله رو بد میدونست که مشابهت این که رفتار دو نفر سلبریتیه. این رو خواستم بگم، ولی باز هم با به ازای این استدلال حرفش درست از آب در نمیاد، اینو بهتون بگم. ولی اون نقدی که من درست کردم به نظر منصفانه نبود، خواستم بگم. تو هم اصلا یا حواست نبود یا خنگی. آفرین، خوب میگن. من نکته ای که از حرف تو گرفتم اشتباه متوجه شدم، فکر کردم که منظورت اینه که یه کسی یه نافرمانی مدنی داره در مورد مثلا حجاب میکنه و یه کسی دیگه ای داره یه استدلال دیگه داره، یعنی نافرمانی مدنی نمیکنه، بیاید قرآن ها رو مثلا تو سوشال میدیا، اون دوتا کانسپت با هم متفاوتن و این دوتا رو یکی گرفتن اشتباس. هنوزم کماکان من فکر میکنم که این اشتباس داره. نه میشه در بارش نقد کرد، ولی میشه گفت مشابهه. من فکر آخه نه اسرومن فلسیش اینجاست که با نه اسرومن فلسیش اینجاست که حتی اگه فخرآور بخواهد با آتش زدن قرآن، استدلال فخرآور چیه؟ اصلا با استدلال فخرآور کاری نداشتش که، اسکپتیک با خود استدلال فخرآور کاری نداشت. اگه محسوم فخرآور شنیده باشی، استدلال فخرآور اینه، میگه یک دینی در بالا سر ما داره حکومت میکنه، ما میششیم به خط قرمزش. خب منظور فخرآور اون یکی هم استدلالش این خب آره ولی استرومنش اینجاست که فخرآور قرآن رو میخواد آتیش بزنه برای حذف کردنش. شما عوض میکنی ادعای طرفو، بعد وصلش میکنی به ادعای یکی دیگه که مسیح علی نژاده، در حالی که ادعای اون عوض نکردی. متوجه میشی یا نه؟ حالت که مثلا رفتارهایی که بعضی ضد حجاب اجباری میشه رو یه سری ها میان ناله میکنن زوله میکنن که ما حجاب ما رو چرا میخواد از سرمون بردارید، یه همچه حالتی. یعنی اسکپتیک دقیقا در حد ماندن حججی ها ظاهر شد که هر وقت که صحبت از حجاب اجباری، ممنوعیت جلوگیری از ممنوعیت حجاب اجباری میشه، یکی به سماندان حجاجی بگه رو سری من افتخار من است. این اسکپتیکم یه همچین حالی هست، گفت قرآنی که نمیشه برداشت، همش حیفه که به خیفه بذارید بموند یه ذره دربارش تحقیق کنه ایمون. یه همچین حالا خیلی خستر شد، مرسی ازت که یادآور شد. آره دیگه، میخوام بگم که اولی رو عوض میکنی وصل میکنی به دومی که اصلا بهش ربطی نداره. الان ناصر این نکته ای دیگه که خواهد کرد، الان یه مغلطه دیگه ای که خواهد کرد، من واقعا از ترس این مغلطه خیلی وقت رو جلو خودم میگرفتم، اینه که الان میاد میگه اسپلیت کردی. داداش وقتی که تو یکی بر ضد حرف میزنه تو اسپلیت میکنی، به واقع هر کی که بر ضد تو حرف میزنه بعدش یهو تبدیل میشه به اسپلیت تو دیگه دوستش. بعد الان یه نکته‌ای هم بگم، بر ضد تو هم نیست همون، بر ضد حرف توه. یه مشکلی هم که اینه که اسکپتیک این
این اشتباهو میکنه که کسی که بر ضد حرف من حرف میزنه، چون من اسکپتیکو انصافا دوستش دارم واقعا میگم، ولی کسی که حرف اسکپتیکونه، کسی که بر ضد حرف من حرف بزنه بر ضد من حرف زده اسپلیت کرده. نکته اصلی اینجاست. آره گویا مثلا آره میشه اینم گفت، میشه حتی اینو بگیم که تو کل این محیط اینجوری شده که الان مثلا این اد هامینم هی چرخیده میشه، مثلا به حرف اسکپتیک کار داشته باشی اون طرف میگه به خود اسکپتیک کار داشتی، به حرف تو کار نداره، به خود تو کار داره، یعنی تو چت شروع میکنه به تو فوش دادن. دقیقاً دو گونه ای از اد هامینم دقیقاً اجازه از اون چهار تا متفکر نقاد اینو پوش میکنه، میاد میگه تو چت نگاه کن چی میگن درباره، یا مثلا میاد اعلام میکنه که آقا من با این خوب نیستم، که دیگه از این به بعد خیال همه راحت بشه که برن سراغش. یا مثلا پیرمرد شکاک کالتساز زورگوی به قولی همه شکاک که اصلا بهش نمیخوره، زورگوی نمیدونم کالتساز دیگه بهت بگم سفسط کار به زور حرف خودش حق نکنه، یا آدم در عکس. حالا دیگه من در این حد شما میدونم این که میگی درسته با این که میگی در این حد، ولی صفت و مصائب انسان دیگه، حالا من یکم باش مخالفم. آره صفت و مصائب انسان هم، حالا این هم به قولی سفسطه یه که خودم هم همیشه میکنم، چون شما نمیتونی بگی که من مشاهداتم رو نمیتونم تبدیل به یه صفت کنم، مثلا نوید بچه خوبیه رو هرگز نمیتونم بگم، باید همیشه خدا رو نوید چیه بگم، نوید 3 کار خوب کرده، 25 کار متوسط کرده، یه کار بد، قدر مطلقش شما بگیره شما بگیره. خب من قدر مطلق بگیرم میگم دیگه، چه کاریه این همه ترس دارم. آقا این چیزو این کارو بیشتر انجام ریاکت کردن روی حرفای اسکپتیک به نظرم بهتر از غر زدنه. بیایم تیکه‌های 2-3 دقیقه‌ای از حرفاشو بیایم ریاکت کنیم، حداقل شاید آدما متوجه شن که فقط همه خر نیستن، شاید 2-3-4 نفر بیان بگن که آقا این نرفت تو پاچه خر نباش. آره این حرفشو میزنه، بعد هیچکی هم به اون کار نداره، میاد درباره شخصیت هم اد هامینم میکنه، شروع میکنه غر زدن بهش، بعد اون موقع تبدیل میشه بحث به این که یه عده هستن که دلشون میخواد اسکپتیک توی فضانه. آقا نه، زیر زدن میخوایم توی فضانه باشه و ایشون داره زیر میزنه که کدار به تعداد. اجازت من این نکته بگم کچود بعد دیگه رفع زحمت کنم. ببین توی چت به ممنونم متشکرم. توی چتم یه سوء تفاهم پیش اومده، میگن تو نمیدونم ولایی هستی و طرفداری حجابو میکنی. ببین من اگر میام صحبتی الان کردم یا میکنم، این متوجه نیستن دوستان. یعنی شما وقتی بحث درون دینی میکنی با یک شخص که دین داره، باید از اصل همون دین براش فکت بیاری. اینکه من آیا دارم از خود دین و از احادیث فکت میارم، دلیل برای نیست که من طرفدار حجاب هستم. اوکی؟ آدم توی میدونی که داره میجنگه باید بدونه طرف تو چه حوزه‌ای نشسته، کجا نشسته، از همونجا باهاش صحبت بکنه. ولی اگه بخوام بروندینی باهاش صحبت کنم که اصلا سوال میپرسیم آیا قرآن کلام خداست یا نه، من فقط این سوء تفاهم خب اصلا از پروفایل شما عجیبه که یه همچین سوء تفاهم پیش بیاد، چون که طرف داره دقیقاً همینو گفتم. می‌بینی من بی حجابم، آخه مشخصه دیگه، کامل دیگه. ممنونم، مرسی، خواهش میکنم. فرهاد جان بفرمایید. یعنی سه بشمن رد کردی اخیرا چیکار؟ ببخشید فرهاد وایسا. ناصر عشق بفرمایید. ببین نوید رضا یه چیزی بگم. حالا حسن یه مقدار بی انصافه، چند روز پیش اون اتاقی که زده بود، حقیقتا من یه نفر خودم رفتم ازش تشکر کردم بابت این کنشی که حالا یه کاری داره میکنه، آدمت گم. حالا ببین نگاه کنیم ببینیم این آقا، اگر قدرتش، فرض کنیم قدرتش خیلی زیاد شده، خب این فرض رو میگیریم حسن و حسن ها خیلی قدرتمند میخوان یک آگاهی سازی در جامعه انجام که منجر به این بشه که این آگاهی ها با هم جمع بشه، همش بره به سمت حاکمیت، بذار حاکمیت نظرش تغییر بکنه. حالا ببینم به صورت منطقی و استدلالی چقدر میتونه این بابا رو چه افرادی میتواند تاثیر بذاره. یه بخشی از جامعه که اصلا کلا میگن دین چیه، بیا برو بابا از این حرفا الان بزنی فوشت میدن. اون بخش مذهبی جامعه که شما میخوای روش تاثیر بذاری، بازم 3 دستن. یه دسته هستن که اصلا ارتزاق میکنه از حکومت،
اصلا جاکشن، یعنی اصلا میگه هر چی بگی میگن آقا حاکمیت، هر چی خامنه‌ای بگه. یه بخشی هم هستن که کسخلن، یعنی اونم تا صبح بگی بازم نمیفهمن که آقا شما چی میگی. اون یه بخش دیگه که تو جامعه هستن که میتوانن حرف شما رو بپذیرن، میشن مردم عادی دیگه، مثل من، مثل شما. اونام زورشون به جایی نمیرسه. حسن عزیز، دوست عزیز، شما تلاشتو بکن، دمت هم گرم، ولی نمیتوانی هسته قدرت رو مجاب بکنی که حرفت رو بپذیره. دمت گرم. اوکی، دم شما گرم. فراد جان بفرمایید، چون با من نفر آخر خدمت همه دوستان. من یه نکته راجع به صحبت حسن میخوام بگم، یه نکته هم راجع به تایته. من نمیدونم چرا، من به نظرم اینا یه پیشورز غلط دارن که اونم اینه که مثلا خامنه‌ای برداشت اشتباه از آیه حجاب داره، یا مثلا گمراه شده در دین، یا مثلا چه میدونم ترجمه الهی قمچه‌ای رو خونده اون بد ترجمه کرده، این بد برداشت کرده که میگه حجاب اجباری. نه عزیزم، اینجوری نیست که. اون دوتا ابزار داره، یکی شرع، یکی قانون، برای توجیه کارا و قدرت، حفظ قدرتش و هر کاری که دوست داره از این دوتا ابزار استفاده میکنه توجیه کنه اونا رو. این اولا. دوما راجع به تایتل، ببین من میگم مثلا قرآن جهل است، خب اون باورمنده میگه نه قرآن حق است. خب حالا اون تو اون چون حقو به خودش میده میگه پس تو کافری، من مثلا تو رو میکشم. خب شما هم چون به اینقدر این بر جهل میگی، جهل باور داری، میگی که آقا من حق دارم، منم قرآن آتیش بذارم. من به نظرم اینجا مسئله انتخابه که آیا مثلا درسته، مثلا تو چه شرایطی داری میخوای این کار رو انجام بدی. فرض کنید شما توی جمعی نشستی، میدونی اگه یه حرفی بزنی یا کاری کنی یه آتیشی به پا میشه تو اون جمع، مثلا دعوا میشه، درگیری میشه. خب دیگه این انتخاب شماست که آیا اون آتیشو به پا میکنید یا خیر. مرسی. مرسی فراد جان. من حالا یه جمع‌بندی کلی بکنم که اصلا هدف از اتاق چی بود. هدف از اتاق ما این نبود که آیا قرآن زده، قرآن آتیش زدن موجه یا موجه نیست. ما بررسی یه گزاره آقای اسکپتیک بود که ببینیم که آقا این گزاره ها واقعا با اون ادعاهایی که قبلا مطرح می شده یا الان مطرح میشه یا بعضی موقع مطرح میشه، و یه بخشی هم از طرفدارانشون که مثلا میگن شما منظور ایشون رو نمیفهمید، منظورشون بوده شبیه آیات قرآن تفسیرش میکنن حرفایشون رو. یه نقدی هم به این دوستان میکنیم که حالا نمونه یکیشون اسکپتیک دو حسن بود دیگه. من ببخش بچه معذرت میخوام، من معذرت. و به نظر میاد که حالا بحثای مختلفی مطرح شد و اینا، ولی هدف ما این بود که نشون بدیم که آقا مثلا چجوری مغلطه میشه، کجا مغلطه شده، مثلا چقدرش درسته چقدرش غلطه، این جمله های کلی ایرادش چیه. یکی دو تاش هم تا هامون گفت و به نظرم نکته خوبی بود که شرکتی اولش هم ما اشاره کردیم بهش، ولی هامون رو با یه شیوه متفاوتی که من که مخصوصا با شاد میکنم، ولی خیلی هم میگن نمیفهمن چی میگه، ولی من متوجه میشم. و هدف یه همچین چیزی بود و امیدوارم که بالا لذت برده باشید. بچه فرید فرست اگه نکته یه هستش برای جمع‌بندی بگید تو اتاق ببرید. نه آقا مرسی نوی جان، ممنونم. به نظرم جمع‌بندی خود کامل بود دیگه. مرسی. اوکی فرست هستی فرست شما خودت جاش هستم. اوکی آره بس جاش بس بس نمیم فکر کنم شاکی شد. خوب ما میخواستیم این کار بکنیم، خوب این کارم الان میکنیم، خوب اتاق هم میبندیم دیگه بچه تا سه میشماریم اتاق رو هم یه صحیفه یه اسکپتیک هم بزنم نظرت بهتر نیست. بچه ها لطف کردید، دمتون گرم همگی، مرسی. یک دو